به نام خدا. سلام از میکنم خدمت شما. خیلی خوش اومدید به برنامه 2018. از الان تا 35 روز دیگه با پوشش کامل رقابت‌های جام جهانی از اینجا در استودیو در تهران و همچنین از روسیه با شما همراه خواهیم بود. 2018 از همین الان. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. 35 روز فکر میکنم 35 شب و روز در خدمتتون هستیم و انشالله ساعت و دقایق خیلی خوبی رو در کنار هم داشته باشیم و خوش بگذرانیم و کیف کنیم از بازی جام جهانی که برگزار میشه. از تیم ملی کشورمون که در بین 32 تیم حاضر در رقابت‌های جام جهانی است لذت ببریم. همین که ما هستیم و خیلی‌ها نیستند این برای ما مایه مباهاته و انشالله که لذت ببریم از بازی جام جهانی. تو این 35 روز معاذ احمدی عزیز هم در کنار من خواهد بود. خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم آدر خان. سلام همه دوستان بیننده هر جا هستن، خوب باشن، ایام مکمشون باشه. خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم و 34-5 شبی رو همراه شما خواهیم بود و فوتبال میتونه بهانه باشه برای با هم بودن و کیف کردن و لذت بردن. پس حتما شبکه 3 سیما 23 رو ببینید و از مسابقات لذت ببرید. خیلی جوان‌تر بودین ها. آره تازه الان چیه من 4 سال خوش گذشته یا نه 4 سال گذشت و آره موهام سفیدتر شده و آره موهام سفیدتر شده. آره تازه تصویر خیلی فکر کنم معلوم نمیشه ولی الان یکم اینجوری کنم یا اینجوری کنم قشنگ کلی آیتم داریم، هم از تهران هم از روسیه بچه‌ها هستن و اتفاقات خیلی جذابی رو از رقابت جام جهانی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که حتما تقدیمتون خواهیم کرد. و به نظر شما اتفاقاتی میخواد بیفته چه جوریه از تیم ملی فوتبال کشورمون؟ یعنی بگم چی میشه تیم ملی؟ آره تیم ملی والا با پیش بینی شروع کنیم دیگه. خیلی سخته به خدا. بذار یکم بریم جلوتر باشه. برنامه الان برنامه اول من نه چرا هر چیز نزدیکتر میشه به رقابت‌های جام جهانی یکم خوشبین تر میشم. نمیدونم چرا یه حس درونی به من میگه. ببین الان نکته اینجاست که من الان دارم مقایسه میکنم با جام‌های جهانی قبل، احساس میکنم که یکم تب فوتبال تو کشور ما الان پایینه. تب جام جهانی هنوز بالا نگرفت. حالا ما ان شاء الله از امشب شروع میکنیم تب رو میبریم بالا بالا بالا. پنجشنبه که جام جهانی شروع بشه من فکر میکنم همین چند شب زودتر هم اومدیم دیگه. آره دیگه ما الان 3 شب زودتر اومدیم، امشب فردا شب و پس فردا شب همین هول و هوش در خدمتتون خواهیم بود و دو سه ساعتی با هم یه مرور میکنیم اتفاقات جام‌های جهانی گذشته رو و آیتم‌های خوبی رو از روسیه تقدیمتون خواهیم و سعی میکنیم مهمان عزیز ارجمندی داشته باشیم. امشب دو تا مهمون خیلی ویژه. مهران مدیری میگه مهمان داریم. چه مهمانی؟ حتی شفچنکو نیست ولی ولی واقعا مهمان داریم. چه مهمانایی؟ یعنی دو تا مهمان داریم امشب که تا حالا تو برنامه‌های تلویزیونی نیومدند و حضورش فکر کنم خیلی جذابه. آره تو خیلی جذابه. کلی سوال در خاطر بازی میشه تا دقایق دیگه باشون اتفاقا ده. همراه خواهیم بود. جام جهانی امسال سورپرایزی داره. آره 100%. همه ما پیش بینی میکنیم بازی جام جهانی آ اینا فلان میشه به همون میشه آخر همش غلط خلوت از آن در میاد. ولی اتفاقا گفتی در مورد پیش بینی، ما امسال مثل دوره قبل 24 مسابقه پیش بینی داریم از طریق سوال هیچ هزینه هم نداره، کاملا رایگان. یعنی اونه که اس ام اس میدن که هیچ اس ام اس همون 9 تومن 10 تومن آخر نفهم چقدر 24 یا بلدن دیگه. آره اونا بلدن. بعد شرکت میکنه از چهارشنبه شب شروع میشه یا میتونه از طریق اس ام اس در از طریق اپلیکیشن برنامه جام 21 میتونن با ما همراه بشن به طور کاملا رایگان شرکت کنن در مسابقات. جواز بسیار ارزنده دین که فکر کنم سوال پیام کوتاه ببینیم بعد برمیگردیم توضیح راجع به جوایز ما میدیم. خب تیم ملی چند امتیاز میگیره؟ برای همین گفتم از پیش بینی شروع بکنیم. همین میتونه جذاب‌تر باشه، همین میتونه خیلی بهتر باشه و حال هوای ما رو خیلی گرم‌تر بکنه برای دیدن مسابقات جام جهانی فوتبال. همین کسانی که امشب میان پیش بینی میکنن و در پیش بینی ما شرکت میکنن یه دستگاه خودرو 206 برو کشی خواهیم داشت. انتهای رقابت جام جهانی که مشخص میشه تیم ملی چند امتیاز میگیره. نه اصلا فردا بیا ما میخوایم فردا به همه بدیم. آره فردا برو کشی بین همه است. اس ام اس رو فردا شب پیش بینی میگم پیش بینی میکنیم برو کشی میکنیم بین همه. خیلی خوب ولی خودت 206 فقط گرون نشه شده مثلا فکر کنم ما همینجور روز بود همه چی داره گرون میشه گرون دیگه. دوستان نذارین روی 206 قیمت رو ما میخوام 206 جایزه بدیم لطفا. بعد ببین ما من توضیح بدم ما
جوایز رو بگم همین الان که دوستانی که الان حسن پشت صحنه سکت اگه نکردم من بگم نمی‌بینمش. ما هر مسابقه که درست پیش بینی کن، کسایی که درست پیش بینی کنن یعنی دقیقاً درست بگن، مثلا بازی چم روسیه و عربستان اگه مثلا 3-1 میشه به نفع روسیه، کسایی که فقط 3-1 گفته اونها یه پژوهش 206 براشون قله کشی که روشش هم کاملا مشخصه دیگه. تیمی که اول هستش عدد اول رو ارسال می‌کنی به سامانی 2000 یا 230/2018 230/2018 خیلی راحته 230/2018. مثلا روسیه عربستان که الان عادل خان گفتن، روسیه میشه عدد اول، عربستان عدد دوم، مثلا 3-1 میشه 31 ارسال بکنی. اینا بلدن دیگه، همه فکر کنم کاملا یاد گرفتم. بعد اتفاقی که رخ میده اینه، ما 56 تا مسابقه که شبکه 3 پخش میکنه، یعنی 56 تا 206 داریم، یعنی اون روزی که 3 تا بازی 3 تا 206 قله کشی میکنه، روزی که 4 تا یه تغییر بازی 4 تا بازی 4 تا است. و اون شبایی هم که ما همینجا مثل امشب و فردا شب و پس فردا شب که فوتبال نیست و برنامه داریم، بازم سوال ما یه 206 جایزه داریم. بعد اون کسایی که همه کسایی که شرکت میکنن برای اینکه حالا جذاب باشه براشون، 5 تا جایزه 1 میلیون تومانی هم بین اونها، بین همه کسایی که شرکت کردن، مثلا کسی روسیه عربستانو گفت 3-1 عربستان هم یه قرعه کشی میتونه شرکت درسته؟ کنه، اونم یک جایزه 1 میلیون تومانی خواهد داشت، 5 نفر. و مشخصه. و نکته جذاب و جالبش جایزه دقیقاً عین مسابقات 2014 که یه نفر فکر کنم آتش نشان بود اگه اشتباه نکنم، از بوشه بود فکر کنه، حالا اون جایزه خیلی ویژه برد. آره اون یه جایزه خودرو بود اون موقع، امسال جایزه خیلی بیشتر شده فکر می‌کنم الان با صحبتی که بچه‌ها کردیم، کسی که کلاً اول بشه توی این قرعه کش توی این مسابقات بیشتر باشه بدون قرعه کشی، بدون قرعه کشی 300 میلیون تومان، نفر دوم فکر کنم 150، نفر سوم 50 تومان شده. آره فکر کنم فکر کنم دقیقاشو میگم، ولی فکر کنم 300 150 50. خوبه خدایی. و اگه کس دو سه نفر اگه اول بشه تقسیم میشه جایزه اینا زیاد هست، تقسیم بشه اتفاق خیلی خوبی رخ میده. کسی که درست نتیجه رو بگیم، مثلا عربستان روسیه شما گفتید 3-1، این دفعه دیدن عربستان روسیه 3-1، روسیه عربستان مثلا 3-1 بشه، کسی که درست نتیجه رو بگه 10 امتیاز میگیره، کسی که فقط تفاضل گل رو درست گفته باشه، مثلا گفته باشه 2-0 میشه به طرف دو گل مثلا روسیه برده ولی بازی شده 3-1، 7 امتیاز میگیره، کسی که فقط برد تیمی که برنده شده رو درست پیش بینی کرده باشه 5 امتیاز میگیره، کسی که کلا اومده و پیش بینی کرده و نتیجه رو گفته مثلا اشتباه گفته 2 امتیاز میگیره تا در کورس باقی بمونه. ما بریم سریعتر به قسمت مختلف برنامه برسیم. ما آیتم های مختلف برنامه رو که بچه‌ها رو خیلی هم براشون تلاش کردن حالا میتونید اینجا ببینید، اینا هم رو سایت برنامه میتونید برید رو سایت خودمون که ببینید تماشا کنید. بریم سراغ 2014 یه خاطره بازی بکنیم با 2014 و رقابت‌های خاطر انگیزی که با قهرمانی آلمان رقم خورد. کلیپ 3 دقیقه‌ای رو ببینیم برنامه که امروز خدمت هست. بله شما عزیزان اگر شرکت کردید تو مسابقه پیام کوتاه ما، یه دونه لینک برگشتی هم میره براتون که میتونید اون اپلیکیشن برنامه جام 21 رو که مربوط به همین مسابقه پیش بینی ما هست رو دانلود کنید و در طول مسابقات جام با ما همراه باشید. امشب هم تو مسابقه قرعه کشی تو مسابقه نظرسنجی ما شرکت کنید. شما میگید انتظارتون اینه که تیم ملی چند امتیاز کسب کنه؟ تمام حالت هم گفتیم یا یک امتیاز، یعنی یه دونه مسابقه کنه، دو امتیاز، دو تا مساوی، سه تا، یا یه برد دو مساوی یا سه تا مساوی، بعد چهار امتیاز هم یه برد یه مساوی و پنج بیشتر یه خیلی عالیه، یعنی سود قطعاً. اونا که خیلی بد بینم به تیم ملی بزنن 6، یعنی 0 0 امتیاز. آره. زدی شما الان؟ من نه نمیگم بهتون. آخه انتظاری که از تیم ملی داری به نظر من یه خودش چالش خوب برای مردم نه نمیگم پیش بینی نکنم، میگم انتظار، چون فردا میخوام قرعه کشی انجام بدیم. با توجه به شناختی از تیم ملی دارن، آره. کارلوس کیروش دارن مسابقه این اخیرا آقای کیروش انجام داره که آقا مثلا تیم ملی میتونه مثلا بازی اول ببره، صعود بکنه، حتی امیدوار باشه به این حرفا. مثلا حالا انتظار مردم میتونه در قالب پیام جذاب باشه. آره حتی نظر مردم هم میبینی شرکت کنه. امشب فکر میکنم تو خیلی اصلا نمیدونم برنامه‌مو شروع شده، اما اگه بدونن که مهمونایی داریم من بگم دیگه. مهمون ما امشب حشمت خان مهاجرانی، سرمربی تیم ملی ایران و علی پروین، بازم سرمربی تیم ملی ایران و فوق العاده دیگه، اصلا قاب این دو نفر کنار هم اصلا یعنی یه قاب فوق العاده که حالا از اونها میام میپرسیم که نظرسنجی ما بچه‌ام زیرنویس میکنم براتون. ما یک 206 امشب، یعنی فردا شب باید مسابقه امشب بین همه کسانی که شرکت کنن امشب قرعه کشی رو انجام بدیم، یک جای 206. یه تیمی از طریق از طرف بگین خدمت دوستان دیگه، حتما دیگه امشب که بدونن که دوستانمون از طریق 3-7-80 مربع خیلی راحت شما میتونید همراه برنامه 2013 باشید و بیاین همین الان تلفن همراهتون رو بردارین 3-7-80 مربع رو بگیرید و از طریق خدمات بسیار خوبی که دوستانمون دارن استفاده بکنید، از فضایی که وجود داره، کارت می‌خواید کارت بکار می‌خواید پول داشته باشین پرداخت بکنین، نام قرض می‌خواید پرداخت بکنین، شارژ می‌خواید بگیرید، همه رو از طریق 780 انجام بدین. ضمن اینکه 3-7-80 3-5
مربع رو بگیرید خیلی راحت‌تر میتونید در پیشبینی مسابقات و بازی‌های جام جهانی شرکت بکنید. پس 781 کنار ما هستن. بله. ما تیم نظامیمون 3 روز قبل 5 نفر رفتن روسیه و هر شب باشون ارتباط خواهیم داشت و هر روز هم خواهیم داشت. امشب ارتباط رو یکم دیرتر میذاریم که مهمونامو بیان و تو برنامه حضور داشته باشن. بعد و آیتمایی که برای ما همیشه میفرستن مثل همیشه خوب و جذاب. مهارسن میساقی عزیز با تیم خیلی خوب و جوان و پر انرژی بی‌سی‌جا رفته به کشور روسیه، شهر به شهر سفر خواهند کرد، با ملی پوشا صحبت میکنن، به اردوهای تیم‌های دیگه سر میزنن. اگر فضا وجود داشته باشه مردم درگیری‌ها، حواشی و اتفاقاتی میفته در کشور روسیه رو همه رو پوشش خواهند داد که یه بخشی هم داریم که میتونه ما برای شما رو به کشور روسیه با حال و هوای جام جهانی بیشتر در کشور میزبان آشنا بشین و برگردیم مفصل‌تر در مورد بی‌سی‌جا صحبت می‌کنیم. ما برای رسیدن به روسیه از تهران فقط 3 ساعت و 11 دقیقه زمان لازم داره. یه تیم ملی هم برای رسیدن به روسیه با 4 سال تمام مبارزه کنه. من آهنگای تیم ملی رو همه ریختم برم تو فضا و جو جام جهانی، هر چی بشه تیم ملی و ایران و اینا آهنگ بوده. من گوش میدم این تو آیتم ها استفاده کنیم. استرس گرفتم اول کاری، ولی مطمئنم که سفر خوبی میشه. مردم از همین اول شما باشن، یعنی از لحظه اول که میخوایم بریم مسکو، چون تا آخرش قراره این سفر رو با هم دیگه بریم، لذت ببریم، خوش بگذره بهمون، حس بخوریم، استرس بکشیم، ولی قرار افتخار کنیم به تیم ملی ان شاءالله. من از آمریکا اومدم، فقط برای فوتبال اومدم. تیم ما تیم ایرانه، انشالله میریم برای برد اگه بشه دیگه. بریم اول لذت ببریم، موافقی؟ واقعا آره، خوش بگذره به هممون. آره بعد انشالله راحت ما که اونجا میریم فقط چیک دیگه. آره شما آره پرهام بهترین شطرنج باز ایران الان، امیدوارم که بهترین نتیجه بگیرید. آره تو پس ما سربازامونو ببریم جلو، همه سربازا همه وزیر شن. دنیا دوست دارن اینجا باشن، اما جام بزرگ فقط به اندازه 32 کشور جا داره. ما یکی از اون کشوره. حالا وقت رفتن و جام جهانی اسممونو فریاد میزنه. آقا ما آماده بریم، انرژی ها بالا، کسی ناامید نه اصلا نباشه. قراره بریم کلی خوش بگذره، بهتر کنیم ان شاءالله. تیم ملیمون هم خوب بازی کنه تمام. اگه بدی وسیع‌ترین کشور و تیزبین‌ترین چشمای دنیا منتظرمون. این روزا قراره تو سرزمینی زندگی کنیم که مرزاش با رویاهای خودمون ساخته میشه. خب دیگه به نظرم چند دقیقه بیشتر هم به تا برسیم به مسکو و انشالله شروع تمرین تیمی هماهنگیام که از الان موج میزنه هم بین هوادارا و انشالله هم بین خودتون میلیم و با این هماهنگی انشالله میریم و موفق میشیم. میریم و موفق میشیم. Ira, 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 Ira.
میبرین دیگه حتما، شک نکنید. بریم. ما از سمنان اومدیم، معلمیم. ما میگم که با حقوق معلمی هم به عشق ایران تونستیم بیاییم روسیه و بتونیم ایران تشریف بکنیم. ما حقیقتا هممون بچه عراقیم، مادر اندلیم. ما از ما عزیزه اومدیم که تیم ملی ایران رو تشریف کنیم. من از شیراز اومدم که برم مسکو برای که اسپانیا رو ببریم. خسته نشدی از شیراز اومدی؟ خیلی هم خسته هستم. خواب دیدم سه هیچ اسپانیا رو زدیم، آسنسیو داره گریه میکنه. بعضی چیزا خوبتر از اونن که بشه باورشون کرد، مثل سعود ما از گروه مرگ. اما به خودمون اجازه ناامید شدن نمیدیم. دنیا باید قدرت واقعی این ستاره ها رو ببین، ستاره هایی که برای آرزوی مردمشون میجنگه. تو حداقل کفه کف اسپانیا مثلا اینم درسته، سه تا هم دیگه پرتغال میزنه و میریم بالا. خیال پردازی نمی کن. تو ارتفاع خورشید پرواز کردن خوبه، اما رویاها رو ذوب میکنه. طبیعیه که یه ذره استرس باشه، یه ذره ترس میشه گفت، یه ذره اون نگرانی باشه، ولی خب ما سعی میکنیم که اینو از خودمون دور کنیم و اگه قرار باشه این استرس و نگرانی که تو مردم هست تو ما هم باشه، شرایط برامون سخت‌تر میکنه. بخاطر همین که سعی میکنیم ما با خونسردی فقط تمرکز کنیم روی کاری که قراره انجام بدیم و باید انجام بدیم که بتونیم به اون هدفی که داریم. بازی آخر آماده سازی که داشتیم که واقعا برای ما مثل هدیه ای از طرف خدا بود، تنها فرصت ما بود که بتونیم قبل از جام جهانی این بازی دوستانه رو، این بازی آماده سازی داشته باشیم که بسیار خوب بود. آقایون فرقی نمی‌کنه که کدوم بازیکنان ایرانی درون زمین باشن، جونشون رو برای این تیم خواهند داد. از خود بی خود میشیم، نه با باختمون مایوس. اسکوربوردا هر چی میخوام بگم بگم، گنج بزرگ جنگیدن برای ایرانه، برای تیمی که شادیمون به شادیش گره خورده، تیمی که اگه عاشقش نبودیم نه این ترانه پا میداد نه این سفر. جامو داریم اینجا و البته تیمای مختلف جام جهانی که بریم پیش تیم عزیزمون و پرچم عزیزمون ایران اینجا. آقا خانم این سوال برمکی ما اینه، الان گفته تیم ملی چند تا امتیاز میگیره؟ ما یه گفتیم ما مثال دادیم واسه روسیه عربستان، همه دارن 3-1 و 2-1 و 4-1 میذارن. نه آقا، نه خانم، اگه میخواید سوال شرکت کنیم، وقتی تیم ملی چند امتیاز میگیره؟ به همین سادگی یک امتیاز یک رو بفرستید. الان زیر نویس میکنم که هم زمان بشه با صحبت من. دو امتیاز اگه فهم میکنید دو رو بفرستید، اگه فهم میکنید سه امتیاز سه، چهار امتیاز چهار، پنج امتیاز و بیشتر پنج، اگه فکر کنید هیچ امتیاز نمیگیرید شیش رو بفرستید به شماره 2-4-0-20-18 شرکت کنید. یه پژو 206 امشب خوره کشی انجام خواهیم داد. یه قاب الان میخوام بهتون نشون بدین، یعنی آخر قاب، یعنی اصلا استثنایی. حشمت خان مهاجرانی اصلا دیگه چی بگم در موردشون، سرمربی تیم ملی جام جهانی 78، یه آدم فوق العاده دوست داشتنی که افتخار دادن از خارج از کشور تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم. و علی آقای پروین، یعنی اصلا باورتون میشه الان علی پروین اینجا نشسته بعد اینقدر عزیزی؟ آقا چقدر خوبه؟ خیلی خوبه آقا.
به زنده چه فرقی میکنه هر چی بخوای بگیرش فرقی نمیکنه. آره بگید بابا کی به کیه. بعد اگه قرار بپیچونی ما رو آقای فردوسی بود ما بگیم سوال بعدی. نه بابا چه میتونه کی تا رو شما رو پیچوندم. اشا خواهی سلام علیکم بفرمایید. بله خیلی خوشحالم به نام خدا ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز همه برنامه جنابالی که مشتاقان زیادی هم داره و تشکر خاص دارم از مسئولین صدای سیما که این شانس رو به من دادن که امشب در خدمت شما باشم. ما خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. ارشاد خان مهاجانی. علی آقا شما سلام علیکم. من سلام عرض میکنم. امیدوارم که همه ملت ما الان پای تلویزیون نشستن انتظار میکشیدن که آقای مهاجانی اول بعد من بیام، مخصوصا براتش دوستای مملکتمون که واقعا یار یاور فوتبال ما هستن و نماز روزه شدن قبول باشه. امیدوارم که یه شب خوبی باشه که آقای فردوسی پور با امید خدا ما ماجرایی رو نپیچونه. آقا این شما میگید همش زمان شاترا میونه. شاترا چه ساعتی میخوابن؟ یعنی من بدون تا چه ساعتی میتونیم با شما باشه؟ همیشه ما همیشه تو یک کنیم دو دووم میاریم، بعدش دیگه آقای فردوسی پور دووم نمیاریم دیگه. خب خوبه الان تو یک کنیم دو ما فکرم ما که بیشتر از یه ساعت بیشتر وقت نمیتونیم از هم در مقابل شما نمیتونیم دووم بیاریم. نه بابا چی کار دارم اینقدر سوال بکنیم به تان اضافه میکنیم همه رئیس استاد همه جوره ما شاگردیم. من تا آقای مهاجر اینجا نشستن اصلا حرف نمیدونم. آقای مهاجر شیطون بود علی آقا نه؟ نه علی اونی که میگن که کاپیتان تیم عصای دست هر مربیه، من عصا رو واقعا لمسش کردم، واقعا عصای دست من بود در زمین. و حسن علی آقا این بود که خودش حالا ناخودآگاه یا با خودآگاه تشخیص میداد چه موقع بازی رو آرسته کنه، چه موقع بازی رو از سرعت بندازه و چه موقع به سرعت بازی اضافه کنه. و مدیریتش و تیمداریش در زمین خیلی خوب بود. ما 5-6 تا بازیکن داشتیم که واقعا اگر اون موقع وسایل ارتباط جمعی مثل الان بود همه اینا میتونستن لژیون خوبی در خارج از کشور باشن. متاسفانه اون فرصت نبود و مثلا فرض کن خود علی، خود محمد صادقی، قاسم پور، حسن روشن، دانایی فر، همه فوتبالیست‌های بزرگی بودن که میتونستن این شانس داشته باشن اون موقع. ولی چیزی که اون موقع مطرح بود آقای عادل فرسپور عشق بود و ما در اردو تیم ملی که اونجا بودیم یکی دو دفعه خوب خاطرم میاد که در دهکده المپیک این بخاری نفتی بود دود کرد، ما نصف شب آمدیم بیرون نشستیم تا این دود از بین بره. پاداشی نبود، پولی نبود، نه از باشگاه پولی بود نه از تیم ملی پولی بود و اینا همه رو پای خودشون ایستادن. و عرض کردم خدمتون واقعا اینا به فوتبال مملکت خدمت کردن و طبیعتا من که به عنوان همکار با اینا بودم هیچ موقع فراموش نمی کنم. برای من خیلی زحمت کشتن تک تک این بازیکن‌ها و هیچ موقع به من به عنوان یه مربی شاگرد تلقی نکردم، به عنوان دوست و همکار بودیم با هم. و چون اعتقاد داشتم الان چیزی هم که آقای کروش داره چیز میکنه، یا مثلا اعتقاد داشتم بزرگترین تاکتیک دوستی و رفاقته و این دوستی را تاکتیکی برتر در فوتبال ما از دوستی و رفاقت نداریم و این فاکتوریه که همین الان هم در حال حاضر تیم ملی ما داره. یعنی جدا از خصوصیات فردی بازیکن یا حالت روحی بازیکن یا فیزیک یا تکنیک بازیکن، یه همبستگی خوبی در تیم ملی به وجود آمده و این امیدواری رو به ما میده که بتونیم حداقل از فوتبال آسیا، فوتبال خودمون دفاع کنیم، باعث سربلندی مملکتمون خودمون و بازیکن بشیم. علی آقا شما چطور تیم ملی الانمون چطور با آقای کیروش؟ البته آقای مهاجری خیلی به من محبت دارم، منم یه بازیکن ساده‌ای بودم که شاید خیلی خوب بود، خود تکنیکی شاید آقای مهاجرانی بودم. و آقای فردوسی اول من اینو بگم که ما زمان ما آقای مهاجرانی خب استاد همه ما هست، لیگ ما اینقدر منظم برگزار نمیشد که بازیکن‌ها تو دل لیگ در بیان. من یادمه که آقای مهاجرانی هر بازی مثلا با استرالیا بازی داشتیم ما 40 روز اردو بودیم تو همین دهکده المپیک، هیچ امکاناتی هم نبود. ولی با قولی آقای مهاجرانی همه عشق و دوستی و رفاقتی که آقای مهاجرانی که منم همه چیز مربیگیریمون ایشو یاد گرفتم، رفاقتی که بین بچه‌ها انداخته بودن مثل الان همین آقای کروش هم همون به نظر من اون رفاقت هم که آقای مهاجری گفتن این رفاقت بینشون هست. ولی به نظر من آقای فردوسی با شما همون روز اول قرعه کشی گفتی همین سه امتیاز ما داریم،
توقع مردم بود خیلی. من نگفتم بابا کی گفت؟ من سر مراکش من خودم پای آقا من نگفتم به جان خودم نگفتم. توقع مردم خیلی بردیم بالا. الان شما ببینید همه ایران ما شده جام جهانی. بعد خدای نکرده یه اتفاقی بعد بیفته و همه انتظار اینو نداشتن. همه الان دوست دارن که از گروهشون بیان بالا. ما همه امیدواریم که تیم ملی اون نتیجه بگیره. چند امتیاز میگیره اگه واقعا تو این سوال بخوای شرکت کنی فکر می‌کنی چند امتیاز بگیریم؟ من فکر میکنم یه دونه یا دوتا. یه دونه یا دوتا. الان نظر مردم برای بچه‌ها نمودار رو بتونن بعدش با هم مهش بخوا شما فکر چند امتیاز بگیریم؟ به عرضون برسونم که ما فاکتورهای خیلی خوبی داریم و این فاکتورها فاکتورهای کمک کننده از تضمین کننده موفقیت نیست. مثلا بگیم که روش بازی ما، روش بازی فاکتور کمک کننده است. دلیل نمیشه که من بگم چون 4-1-3-2 بازی کردم یا 4-3-3 موفق شدم. نیرو انسانی و ابزار و آلات دست خوبی داریم. اینه که بگیم در پرتغال یا اسپانیا یا مراکش من اعتقاد دارم که یه تیم هماهنگ بهتر از یه تیم پرستاره است. الان تیم هماهنگ هست بعد کافی؟ هماهنگ دو هست. مثلا ما از پرتغال بگیم ستاره داره یا اسپانیا ستاره داره. ببینید این حادثه در فوتبال جام جهانی زیاد اتفاق افتاده. اسکولاری میگه که ستاره ها تیم درست نمی کنن، تیمه که ستاره درست میکنه. و برزیل یادمون بیاد، اسپانیا یادمون بیاد، با هلند. حوادث فوتبال پیش بینی نشده است و این جام جهانی هم مثل جام جهانی گذشته حتما شگفتی خواهد داشت. ما یه سوال پنکوتا رو بچه‌ها محبت کنن پخش بکنن در حد 20 ثانیه یه تنفس بگیریم علی آقا رو آماده بکنیم واسه سوالای آره این تبخال تو الان تبخال شما الان این تبخال نی این چیه یه زمانی مثلا 20 سال 25 سال پیش یه تبخال داد من کندم جاش بود شما هم هی گیر دادیم این تبخال آقا نمی آه شما یه کاری کردی که این دخترهای ما بقید میگن بابا برو بردار اینو بابا نه می چی شما آقا این اصلا این کارما شما هم بست دارم من دیروز داشتم با تلفن صحبت میکنم به طرز عجیبی تلفن اینجا خورد اینجا الان من دقیقا یه چیز تبخال شده یه چیز مثل تبخال شده کنه این مال من بچه که دیم بابا نفری کردی یعنی الان نه الان من دقیقا نمای تبخال شما تبخال کنه این چیزه تبخالی خاله اون روز میگوید تو مصاحبه میگوید آقای دلبری بود آقای دلبری ببین با کجای ما کار کجا تبخال من گوید منظور تو تبخال این سوال پرمکوتا رو ببینیم برمیگردیم ما اینو این اسمس رو رفتیم علی آقا اذیت شده با این صندلیش ناراحت بودی درسته با ما بعدید یه بالا به خود یه مال بالا نشون صندلی اذیت میده احساس که اذیت داری میشه نمیشه روان تو میگه آقا صندلی رو اما جدی من یعنی دو تا کسی که اصلا خیلی من دوستشون دارم یعنی اصلا عجیب غریب یعنی من فکر میکنم همه فارغ از این که استقلالی ها خیلی علی آقا رو دوست دارن به خاطر اینکه همیشه یه کاریزمای عجیب غریب داره قبول داری اشمت خواهم یعنی واقعا جدی میگم یعنی اصلا این همه سال گذشته در تیم پرسپولیس هم کاری نمیشه من اینقدر تمام هم یه بازیکن کوچیکی من نه خدا یه کاریزما فقط ما با مردم بزرگ شدیم با مردم هم میریم اصلا همینجور صحبت میکنم کیف میکنم در فوتبال بگم عادت خان هیچ بزرگی بی خودی بزرگ نشده مگر خصوصیات بزرگ شدن رو داشته باشه علی بی خود تو فوتبال مملکت بزرگ نشد من پروین از موقعی که کفش سفید داشت تو کیان بازی میکرد خیلی خوب نه اون موقع من مربی ملی نبودم نگاه میکردم که این صاحب چه تکنیکی خدا چه قدرت چه نیروی به این داده قدرت رهبری در زمینش ببینید در جدا از تیم ملی به پرسپولیس صندوق عقب ماشینش رخکن پرسپولیس بود یعنی واقعا برای پرسپولیس زحمت کشید اینا رو اونایی که با فوتبال زندگی کردن هیچ موقع نمیتونن فراموش کنن بله علی آقا شما کم تعریف کنید سشبت خانه که اینطور شد ببین آقای من بیشتر کار مربیگیریم و از آقای مهاجرانی دارم اینو بدون تعارف میگم البته هر فوتبالیستی که میرسه در رده بالا مربی میشه تجربه مربیات که یه مقداری اونا رو یاد میگیره میاد پیاده میکنه چون الان مربی های خود مملکت ما رو میبینی الان ما مربی خوب خیلی داریم تو مملکت ما الان شما نگاه کن مثلا تیم مثلا آقای برانکو که دو سال قهرمان شده یه سال نایب قهرمان خوب خارجیه من هم همیشه اعتقاد همین بوده که اگه قراره توی مملکت مربی بیاریم مربی خوب بیاریم بعد آقای قلعه‌نویی با یه تیم جوون میاد تیمش رو دوم میکنه
آقای شپر و تنها به نظر من آقا سرعت فوتبال استقلال برده بالا. اگه یه این اتفاق تو لیگ ما بیفته من فکر میکنم فوتبال ما بیشتر ترقی بکنه. یا مثلا آقای دایی با یه تیم جوون مثلا بیاد بجز آسیایی بشه. خود تاتار آقا مثلا تاتار یه تیم جوونی آقا از مثلا اون اونجا استان آماده کنه، همه بازیکنهای بومی باشن بیان اینجوری نتیجه بگیرن. مجید جلالی، همه مربیای ما، ببین آقای فردوسی، هر کسی از من، خود علی کریمی، علی کریمی مثلا 4 بار رفت تیم سپیدرود، تیم رو نیار داشت. خب میدونی این چیزاییه که از مربیا یواش یواش یاد میگیره، هر کسی میاد وقتی مربی میشه پیاده میکنه و این هر کسی خوب کار کنه موفق میشه و نتیجه میگیره. ما الان تو مملکتمون خیلی مربی خوب داریم. حالا آقای کیروش هم خوب، خیلی خوبه، ما منکر آقای کیروش نیستیم، فقط آقای کیروش چه خود تو حاشیه میره گاهی گداری و به قولی ما میزنه تو خاکی. وگرنه الان اون مربی خارجی آقا خیلی مربی های درجه یک بیان توی مملکت ما خوشحال میشیم. یه چیزی ما که دیگه اما گذشته دیگه، از اون جوان ها یه چیزی یاد بگیرن. بحش بخون که میگه حالا آقای پروین که فهم میکنم دلدلی هم گفتن که من تعریف نکنین آقا فردوسی، از من بالاتر هم هستن، خیلی بالاتر شما عزیزید. نه اینکه در مورد حشمت مهاجرانی گفتید، واقعا فکر کنم نیازی به تعریف و تمجید هستن، اینقدر ایشون بزرگ هستن، آدم با شخصیت. آقای فردوسی پور، زمانی که ما اردو بودیم من میمدم پایین میدم آقای حشمت مهاجرانی با تمام این جوان ها مثل حسن روشن، قاسمپور، نظری، همه رفاقت میکنه، سر یه میز نشسته داره غذا میخوره. ما های خود دیرتر میمدیم، همین رفاقتی که الان گفتن آقای مهاجرانی تو تیم ملی ما هم هست، این تو تیم ما بود زمان ملی و همون هم ما آوردیم یواشو تو پرسپولیس که همین جوری شما الان پرسپولیس هم میبینی، الان همون اتفاق داره اون دهه 60 یواشواش پیش میاد برای پرسپولیس. اون رفاقته که این تیم اون زمان ما آقای فردوسی پور پیران وقت ارزش داشت. الان متاسفانه وقت شده پول. آره الان در مورد دوران مربیگری آقای مهاجریشون آقای صدر فکر کنم تو آیتم کامل توضیح دادم با همون شروع، حالا دانش فوق العاده که نسبت به اون تاریخچه تیم ملی داشتن، گفتن که آقای مهاجرانی هیچ تیم باشگاهی در ایران شما مربیگری نکردم. نکرده هرگز، هم فقط اولین دوره مربیگری رو به اصطلاح اسکول فوتبال رو در ژاپن مدت 3 ماه دیدم با آقای رنجبر و آقای ابوطالب و شبانه روزی بود، صبح تمرین، بعد ظهر تمرین و شب درسش بود، فیزیولوژی، سایکولوژی، پدوگوژی، کمک‌های اولیه، به دوره کامل کالم بود. و بعد از اون من اسیستان داتمار کرامل شدم در همین کورس بین المللی و بعداً من مقصودم اینه که میخوام بگم که من سلسله مراتب کوچینگ طی کردم، یعنی بعد آمدم با استوان کوواچ کار کردم، مربی آژاک، مربی تیم ملی فرانسه، 3 ماه رومانی با ایشون بودم و خب خیلی استفاده کردم، ولی بیشترین استفاده رو از فرانک اوفارل بردم و اون فرانک مربی بزرگی بود و بعدن هم یک روزی به من تلفن زد، من آوردمش در امارات کار مربیگری کرد. 2 تا از مربی‌ها رو من، یکی ایشون بود یکی رایکوف بود، که هر دو رو آوردم چون هر دو مربی خوبی بودن، خدمتگزار فوتبال بودن. حالا بچه‌ها تو سایت 90 بود فکر کنم دیدم که یه رزومه کامل از شما گذاشته بودن که کل دوران ورزشی شما رو کامل بررسی کرده بودن. یکی دو سال کوتاه دیگه بپرسیم، بریم کل اتفاقات جام جهانی 78 رو با هم یه مرور بکنیم. شما تو جام جهانی غیر از ایران طرفدار چه تیمی هستی علی آقا؟ من آلمان. دلبوسکه به خاطر دلبوسکه طرفدار اسپانیا نیستی؟ نه. حتی یه آیتم از اسپانیا داریم با دلبوسکه شما مسابقه اختصاصی داریم ما، یعنی من این آیتم میدم یاد شما افتادم چون شما کلا همیشه دلبوسکه رو خیلی دوست داشتی دیگه. نه آقا من فقط آلمان رو دوست دارم و برزیل رو. خب شما یه زمان همش نگفتید دل فقط مربی خارجی فقط دلبوسکه. نه. آره دادم آقا دلبوسکه فقط اینو قبولش داشت. شما میگید کی قرار میشه حشمت خان؟ والا امروز فوتبال یه علمه، ثمره کار و کوششه. ببینید استایل های مختلف ما تو فوتبال داریم، مثلا فرض کن انگلیش استایل، وقتی شما میگید اسکاتیش یا انگلیش و تجسم میکنید که فوتبال اینا بر مبنای قدرت و سرعته، وقتی میگیم سات آمریکا تکنیک و خلاقیت بازیکن، یا شرق اروپا یا غرب اروپا، این وسط یه
استایلی اومده به نام فرانسه. این فرانسه همه اون چیزهایی که شما میگید داره، ظرافت خاص فوتبالش هم داره و بازیکنهای بزرگی هم داشته، ولی در حال حاضر من اعتقاد دارم که برزیل داره یه جور دیگه ظاهر میشه، داره مدعی ظاهر میشه. از نقطه نظر مدرسه و آکادمی فوتبال آلمان ها خیلی قوی هستن، یعنی شما نگاه کنید به همین یکی از بازیکنهای تیم ملی خودمون اشکان دژاکه، این مدرسه و آکادمی فوتبال رو در اونجا خارج در آلمان دیده، یعنی از بچگی این آموخته فضا سازی، فضا شناسی، حمایت از بازیکن با توپ، حمایت از بازیکن با توپ. و دقت بکنید هر موقع که صاحب توپ شده اشکان به مقابل تیم دروازه حریف صاحب توپ، پشت به دروازه حریف صاحب توپ نشده، هر موقع بوده رو به دروازه حریف، و این آموخته یاد گرفته و با حدود وظایف مشخص در تیم و همه اینا انضباط دیسیپلین در تیم. فاکتورهای زیادی ما در فوتبال داریم و این فاکتورها میتونه کمک کنه. شما ببینید قبلا میگفتن که مثلا فرض کنید که چه از نقطه نظر روحی، چه فیزیکی، چه تکنیک، چه خلاقیت، الان بازیکن باید سرعت قدمش، سرعت عملش، قدرت تصمیم گیریش، هنر استفاده از توپش، دانش درگیریش ما در نظر بگیریم. مثلا این فاکتورهایی که عرض کردم آزمون داره، سرعت قدم داره، سرعت عمل داره، قدرت تصمیم گیری داره، هنر استفاده از توپ داره، دانش درگیری رو در اون صورتی که میگیم نداره، ولی به هر حال یه چیزایی داره که میتونه خودش رو هماهنگ کنه با تیم. خوشبختانه حالا من جواب سوال شما رو دارم زدم به تیم ملی که بگم که آره راجع به تیم ملی خودمون دوست دارم بیشتر صحبت کنم. ما یه مربی داریم که یه مدت کوتاهی در امارات با هم بودیم، خیلی کوتاه، و عرضتون برسونم که این آقای کروش در نه ضعف برنامه ریزی داره نه ضعف تشکیلاتی داره، یعنی در استراتژی برنامه ریزی شاید آنالیز یه تیم حریف شاید یکی از 5 تا 4 تای بزرگ دنیا باشه، و این کمک میکنه به فوتبال ما که مقابل این تیمای بزرگ ما چجوری قرار بگیریم. شما روش بازی کروش نگاه میکنید، همه انتقاد میکنن میگن دفاعیه، خصوصیات فرد فرد بازیکنان به مربی نشون میده که چه روش رو مربی اتخاذ کنه. اون بازیکنان با این خصوصیات میگیم در این چارچوب به کار ما خواهد خورد. پس خیلی خیلی کاملا طرفدار کیروش هستید دیگه. من طرفدار حقیقت هستم. الان به آقای شما بیا طرفدار کیروش شدید. من که کیروشی پور شدم، الان آقای میشه آقای مهاجری میشه کیروشانی. نه نه من خب فقط انتقادی که دارم از کیروش این 7 ساله ما نتونستیم از مربیای خودمون استفاده کنیم. حالا مادم بچه آمار نتونستن بندازن ببینن اصلا نظر مردم بشه ترتیب بچه سوالی که زیر نویس میکنه، اما پرسید ایران چه امتیاز میگیره در رقابت های جام جهانی؟ از یک که شروع میشه یک امتیاز، دو دو امتیاز، سه سه امتیاز، چهار چهار امتیاز، پنج و بیشتر، شش هم که میشه صفر امتیاز. الان ببینیم من فقط خیلی دور اگه اینورم بتونم نمیتونم اینجا بندازم. من چجوری ببینم 420,000 نفر شرکت کردن، خب کمه دیگه تعدادشون نسبت به شروع برنامه است. بعد ببین نظر مردم، ببینیم چه امتیاز گفتن. من هیچی نمیبینم اولا، یعنی خودتون دارید میبینید، خودتون دارید میبینید دیگه اینجوریه. یک از سمت چپ، یک دو سه، آها آها آه بندازید دیگه. بیشتر گفتن 4 امتیاز میگیرن. علی آقا 4 امتیاز میگیرن واقعا؟ یعنی نه من فکر نمیکنم. حالا شاید گرفتیم، چی میشه حالا؟ خدا کنه یه برد و میخواد و یه برد و یه مساوی، چرا خدا کنه یه برد دیگه هم بندازم. خدا داشتم میدیدم یه چیزایی. آره 4 امتیاز گفت، 29% گفتن 4 امتیاز میگیریم، بعد 20% گفتن 1 امتیاز میگیریم این دومه، بعد 16% گفتن 3 امتیاز، گفتن مراکش رو میبریم و دو تا رو میبازیم، بعد 10% گفتن ما 5 امتیاز بیشتر میگیریم. خیلی خوشبینن این دوستان، 37,000 نفر، و 12% گفتن 0 امتیاز، هیچ امتیاز نمیگم. ولی خیلی بد بینم به تیم ملی. حداقل بود دیگه یه امتیاز میگیریم دیگه. من که میگم دو تا میگیریم، دو تا مساوی میکنیم. اوکی مساوی میکنه؟ یک مراکش و پرتغال. اسپانیا هم میبازیم. میبازیم. شما میگید، شما گفتید دیگه. من هرسون برسونم که بازی اول به عقیده من یه سکور پرتابه. یعنی هم بره ما هم بره مراکشیا. تیم مراکش تیمی که بزرگترین تیم است که بازیکنای خارجی داره، یعنی متولد خارجند.
هیچ تیمی مثل تو جام جهانی بالای 60% مراکش بازیکناش متولد خارجن، یا اینکه در هلند بودن یا در بلژیک بودن یا در فرانسه فوتبال بازی کردن. مراکش قادر 11 بازیکنش رو از بازیکنهای خارجش بذاره، بله، که احتیاج به بازیکنهای داخلیش هم نداشته باشه. و خوشبختانه اون بازیکنهای که مار لیگ مراکش هستن در تیم ملی بازی میکنن، اینا رو قبول ندارن. این بازیکنها میگن اینا مثل گاهی اوقات که مثلا فرض کن رو سکوهای فوتبال ما میگن یارو تعصب نداره، غیرت نداره، اونا هم همون حالت دارن. میگن که آقا این بازیکنها که متولد خارجن اون غیرت ما و شرف و حیثیت ما رو نداره. و این مراکش دست کم نگیریم، ولی سکو پرتابه. ما اگر بخوام 4 امتیاز داشته باشیم باید 3 امتیاز از مراکش بگیریم. گفت یا فتو تو اول 3 امتیاز بدیم کنار. بابا نگفتم که آقا اگه من باشم جایزه میدم. اگه من همچین چیزی گفته باشم من بهش جایزه میدم. حالا برنامه‌تون ببین روز قرعه. اگه نگفته بودم چی؟ شرط هر چی دوست داری. شرط که نه، حالا مثلا بگیم مثلا یه کادو برام بگی. شرط که نه. همون چیه کادو دیگه، شرط. ما شرط شرطی متی بلد نیستی ما هیچ چیزا، ولی این یه کادو بود. یه کادو. حالا خیلی خب بچا میگن نگاه کنم من واقعا همچین گفتم سه امتیاز میگن نگفتم آقا بی خیال. حالا میبینید یا میبینید دیگه. من میگیرم ها. میبینم آقا دیگه. نه جدی میگم من. به خدا والله. سایز من لارجه. کوچاور بخواد. این سوال برنامه که بچه براتون زیر نویس میکنن شرکت اون کسایی که امشب نمیدونستن ما برنامه داشتیم بعدا میفهمن اینقدر دلشون میسوزه، چون امشب خیلی مهمونای عزیزی داشتیم که به اولین بار در بعد از انقلاب عزیز در مسابقه همون شرکت میگم مسابقه همون در برنامه حضور داشتن. علی پروین، نشبت مهاجرانی زنده در برنامه در خدمتشون هستیم. بعدا دلتون میسوزه که ندیدید، حالا بعدا فیلمش حتما این برنامه پخش میشه. بریم داستان جام جهانی 78 کنار بریم با هم یه جام جهانی 78 ببینید. قشنگ راحت 14-15 دقیقه استراحت کنید، هر چی خواستید قور بزنید به من. ما چرا قور بزنید؟ آقا من میخوام اتفاقا از شما انتقاد کنم. چرا؟ چرا کردم؟ همون برنامه‌هایی که اجرا می‌کنی. چرا کردم؟ با خودت راست صحبت کردم الان بگم. آر چرا کردم من رد بخ؟ نه انتقادهایی که الان میکنم دیگه بعدن دیگه. خب بگید الان برنامه بگید دیگه که منم بعدا میگه رفتم باش صحبت کردم. بگید من میگم ملو بگید. حالا بریم ببینیم. خیلی خوب. انتقاد اگه سازنده باشه کمک کننده است. بله صد در سازنده است آخه. داشتم آخه با خودشم خیلی صحبت کردم. آره الان میگه همش همین چیزی میگه. چرا دیو شروع میکنه برنامه واسه واسه شاترا ما اینا. الان رفتیم. نه هستیم. هستیم منو. خب ببینید. بابا ببین. خب بریم وقتا ببینیم. آره دیگه. باشه. بریم ببینیم بخشو برمیگردیم. در خدمت تو خلاص. امشب این شباب ما مبارک همه بیدارن، فکر کنم این ساعت خواب همه سری رمضانی راحتی الان شما که هر روز افطاری و هر عصر افطار دو تا سه تا افطاری و دیرو چهار تا زنداری آزاد کردی. گفتم آقای فردوسی پور شما یه دونه آزاد کردی، قتل دارم میگم و مالی رو نه. ما خیلی آزاد کردیم. قتل هم کردی؟ قتل یه دونه یادم دیگه. با تمام قاتل اومدن نکنه تمام قاتل ها دوباره میان سراغ هم. به خدا تازه چند وقت در رس قاتل ها رو حد شدیم. پدر مادر تو بیام بودم. من یکی حرفم همینه که میخوام بگم که مردم ما الان آره بگو حالتنه آره به خدا هست اینا که هست علی آقا بابا حالا برو بعدن دیگه چرا چی گوش نمیده آقا بابا نمیذاری من بریم آقا تو اجازه میدی تو بریم بفرمایید تو هر مثبت علی همین صداقتشه ماه نه آقا صداقت عادل خان صداقت اگه با سینم بنویسی همون معنی رو میده آقا نمیری باشه رفتیم بریم ببینیم برمیگردیم در خدمت خواهیم بود هم ایران استرالیا 20 سال پیش از حماسه عجیب و غریب ملبورن نبرد اصلی بر سر تک سهمیه مشترک قاره آسیا و اقیانوسیه برای جام جهانی 1978 بین ایران و استرالیا بود. اگر در مقدماتی جام جهانی 1974 این استرالیا بود که پلی آف را برد و به جام جهانی رسید، این بار در مقدماتی جام جهانی 1978 سخت انتقام گرفتن بود.
به کمک حشمت مهاجرانی که به جای فرانک اوفارل سرمربی تیم ملی شده. 4 سال پیش از اون در مقدماتی جام جهانی 74 که ما مغلوب استرالیا شدیم اتفاقات عجیب غریبی افتاد و ما احساس می‌کردیم که به بازی گرفته شدیم. ما وقتی که با استرالیا در روبرو میشیم در زمین استرالیا 3 گل می‌خوریم. در دورانی که تیم برنامه ریزی نسنجیده‌ای رو دنبال کرده بود، بازیکنامون مصدوم شده بودن، اختلافات باشگاهی و درونی در فوتبال ما موج می‌زد و ما اون 3 گل خوردیم. مربی استرالیا راستیش با ما بازی روانی رو انداخته بود، یک اتاقی درست کرده بود، تصاویر بازیکنهای ایرانی رو زده بود، قلیچخانی، حجازی، پروین، این گفتن اتاق جیمز باند و که ما اطلاعات ایرانی ها رو جمع کردیم. خیلی معصوم بودیم، خیلی بی تجربه بودیم در سال 74. در بازی های مقدماتی جام جهانی 1974 ایران برای صعود در بازی برگشت باید 3 گل به استرالیا میزد. در تهران ما در حدود نیم ساعت 2 گل زدیم و نزدیک یک ساعت برای گل سوم فریاد کشیدیم و خبری از اون گل نمید. خیلی اون حذف شدن تلخ بود. 4 سال بعد دوباره باید با استرالیا روبرو می شدیم. استرالیا رقیب اصلی ما در گروه. برای کنار زدن آنها مهاجرانی این بار باید با نهایت دقت به جزئیات کار می کرد. بنابراین وقتی که حشمت مهاجرانی رهبری تیم ملی رو در دست گرفت در مسابقات در مقدماتی راهی مسابقات شدیم، به سال 74 نگاه کرد، به اون بازی های روانی استرالیایی ها و دیگه به تله استرالیا نیفتادیم. یعنی حشمت خان اون مسیر رو که بعد تیم می رفت با هواپیما رفت، هواپیما کی میشینه، کجا میشینه، زمان ورود تیم کی هست، کدوم هتل میره، آیا رو اون تخت خوابه بیرون صدای ماشین میاد یا نمیاد. ما سال 74 که رفتیم هیچ کد روی این موارد کار نشد و بازیکن ها که وارد شدن این تفاوت جتلگی که داشتن و فاصله زمانی از در خواب بازیکن ها هیچ وقت آماده نشده بودن. در بازی رفت در استرالیا با گل روشن پیروز شدیم. صادقی شوت میزنه، روشن، گل، گل، گل روشن، گل. چهار آذر 56 در تهران برای صعود فقط به یک گل نیاز داشتیم. وقتی تو اون بعد از ظهر 4 آذر غفور جهانی دروازه استرالیا رو باز کرد، ما هم انتقاممون از استرالیایی گرفته بودیم برای شکستی که اعتقاد داشتیم شایستش نبودیم 4 سال پیش و هم برای اولین بار راهی جام جهانی شده بودیم. با این وضع نشانی از پایکوبی و جشن‌های خیابانی به سنت این دوران نبود، برای اینکه فکر می‌کردیم و اعتقاد داشتیم ما بهترین تیم آسیا هستیم و بهترین تیم آسیا هم بودیم. تنها تیمی رو که شکست دادیم دوبار و برامون مهم بود هم در استرالیا هم تهران این تیم استرالیا بود و خیلی شیرین بود. ما هیچ وقت اون نسل هیچ وقت استرالیایی رو نمیبخشه به خاطر اون بازیه که در آوردن و بیشکست راهی آرژانتین شدیم. اسکاتلند و پرو هم گروه ایران شدند. اولی مسابقه برابر هلند، نایب قهرمان دوره قبل جام جهانی بود. هلند سالها پیش از ابتدای تیکی تاکا در تیمای گواردیولا با توتال فوتبال تیم ملی کم تجربه ما در جام جهانی را آزار داد. حسن روشن به خاطر مصدومیت غایب و خط میانی ما به ندرت میتونست توپ رو حفظ کنه. اما با همه اینها ایران شاید بیشتر به کم تجربه خودش باخت تا توتال فوتبال هلندی ها. وقتی برابر هلند به میدان رفتیم تازه فهمیدیم ما چقدر خام طبعیم، ما چقدر بی تجربه ایم. مثل کسی بود که وارد یک ضیافت فاخری میشه و فقط چشمش خیره است به اطراف. برای اولین بار وارد اونجا شده، چنین مهمانانی رو میبینه، چنین سفره‌ای رو میبینه و با بازیکنهای اون دوران صحبت کنی همه از رعب و ترس و مبهوت شدن در نگاه کردن به نارنجی پوشای هلندی برات صحبت میکنن. دو ضربه پنالتی سرنوشت بازی رو مشخص کرد، یکی با خطای نصرالله عبداللهی و دیگری با بی‌دقتی حسن نظری. بازی با این دو پنالتی به هتریک رابی رنسنبرینگ گلزن بزرگ هلندی‌ها ختم شد.
بعد سانتر صحنه حسرت برانگیز این بازی برای ما این موقعیتی بود که حسین فلکی از دست داد تا ما در اولین بازی در حسرت اولین گل در جام جهانی بمانیم. در قبل ما اونجا فهمیدیم که ویترین بزرگ بین‌المللی یه چیز دیگه است. و این تفاوتی که الان داره، الان فوتبالیستای ما مرعوب حریفان نمیشن، ولی ما میشدیم. ما برای اون یه تجربه جدیدی بود. برابر هلند بازی می‌کنیم. هلندی که 4 سال پیش فینالیست جام جهانی، هلندی که میگن توتال فوتبال آورده، رسن برینگ جانی رپ کرول و خیلی برامون خیلی عجیب بود. و اونجاست که فهمیدیم ما خیلی چیزا کم داریم. بازی دوم با اسکاتلند که در غیاب انگلیس تنها نماینده بریتانیا در جام جهانی بود، شایع شد بازیکنان عیاش اسکاتلند شب نشینی های طولانی دارند و برای همین روز بازی با ایران اصلا آماده نبودند. اما این تنها اتفاق پشت پرده بازی نبود. ما از هلند شکست خوردیم، اسکاتلند از پرو شکست خورده. بنابراین دو تیم شکست خورده برابر هم در بازی دوم قرار میگیرن و هر تیمی که در این بازی شکست بخوره عملا حذف میشه. اسکاتلند با ستاره های پرشماری به جام جهانی اومده بود و حتی ادعای قهرمانی جهان رو داشت. تیم ملی ایران به همراه مربیان و سرپرستان در هتلی در حاشیه شهر کوردوبا اسکان داده شده در یک محیط آروم تحت حفاظت شدید که بازی با اسکاتلند رو دو روز بعد انجام بشه. یک روز دوشنبه ساعت 11 هست به مقامات تیم ایران میگن دو تا آقای انگلیسی اومدن و میخوان سرمربی تیم ملی ایران رو ببینن. فرهاد شریعت از مسئولین فدراسیون به لابی هتل میره. فرهاد شریعت از آنچه که میبینه حیرت میکنه. روان گرین‌وود مربی تیم ملی انگلیس اونجا ایستاده و تیلور دستیارش. اینجا چه کار میکنن؟ و به طور مخفیانه اومدن. و روان گرین‌وود میگه ما برای ملاقات سرمربی تیم ملی ایران اومدیم و این داستان رسانه‌ای نشه و نمیشه تا هیچ وقت. و روان گرین‌وود اشاره میکنه ما اومدیم که به شما بگیم، راهنمایی بکنیم، به شما مشورت بدیم که شما جلوی اسکاتلند رو بگیریم. انگلیس اون دوران در بدترین دورانش به سر می‌برد برای تیم ملی. جام جهانی 74 از دست داده بود، غایب بود. جام جهانی 78 از دست داده بود، غایب بود. دو دوره پیاپی. در حالی که اسکاتلند کوچک دو دوره پیاپی به جام جهانی راه پیدا کرده بود. ران گرین بود، بابا نکردن یه بریتانیایی اومده بود تیم ملی ایران مشورت بده که یک تیم بریتانیایی دیگر رو شکست بده. بلافاصله یک جلسه در هتل برپا میشه. ران گرین بود و تیلور با میسان پای تخته، حشمت ماجرانی، اصغر شرفی، محمود یاوری، حسین صدرقیانی، دکتر زرکش همه میشینن و ران گرین بود میره پای تخته. ران گرین بود میگه احتمالاً شما نگرانی تیم ملی و شما مهار مهاجمان اسکاتلندیه، لو مکاری، جو جوردن، کنی دارگلیش، ولی و این ولی خیلی اهمیت داره، ولی قلب تپنده اسکاتلند آرشی جمیله، هافبک بازی سازشون اون وسط، شاگرد براین کلاف در داربی کانتی و ناتینگهام فارست، یه بازی ساز معرکه. میگه شما باید آرشی جمیل رو مهار بکنید، چون همه بازیکن‌ها از آلن راف که دروازه‌بان است و سایر بازیکن‌ها توپ رو به جمیل میدن و جمیل بازی رو شروع میکنه. شما اگر اون از کار بندازین اسکاتلند از کار افتاده. توصیه اصلی به مهاجرانی مهار آرچی جمیل، ستاره 165 سانتی متری اسکاتلندی ها در میانه زمین بود. همین توصیه ها باعث یک تغییر ویژه در ترکیب تیم ملی ایران شد. بعد میپرسه که شما بازیکن خشنی دارید که همراه آرچی جمیل بره وانو دفع کنه، بازیکنی دارید که اون عصبانی بکنه، اون خشمگین بکنه که نتونه تمرکز داشته باشه؟ اون موقع هیچ کس پاسخی نداره و ران گرین‌وود میره. مثل فیلم جاسوسی میمونه و میره و هیچ جا این درزه میکنه. حالا در تیم ملی جلسه میذاره ما چه کسی رو بذاریم آرشی جمیل رو بگیرم. خب اصلا ما فوتبالمون هنوز هم این ویژگی رو داره. ما زده فوتبال بازی نمی کنیم. ما اصلا بازیکنهای خشن و یارگیر به اون معنی که در تیمایی دیگه هست نداریم. ما بازیکنی که عصبی کنه نداریم. کشورهای دیگه دارن. ولی حشمت مهاجرانی و دستیارانش تصمیم نامتعارفی میگیرن که همه ما رو حیرت زده میکنه. نایب آقا رو از ترکیب بیرون میذارن و ایرج دانایی فرد رو در ترکیب قرار میدن. خب ایرج دانایی فرد بازیکن خشنی نیست، تکل نمیره، از اون تیره بازیکنانی هم نیست که جنگ روانی را بندازه، ولی ایرج دانایی فرد آرشی جمیل ایرانی بود. یعنی مثل آرشی جمیل، یعنی با اسلحه آرشی جمیل باش برخورد کردن مهاجرانی و شرفی و یابری. یعنی دانای فرد بازیکنیه که توپو بهش میدی نمیتونی توپو ازش بگیری، خوب دریپ میزد، دور خودش میچرخید، میتونست با توپ بازی کنه، پاسای فوق العاده میداد، مثل جمیل بود، شاید کمتر فقط گل میزد.
و بازی که شروع میشه جمعی تو باطلاق ایرج دانایفرد گرفتار میشه و بازی جلو میره و اسکاتلند خیلی خیلی شکننده، خیلی شلخته بازی میکنه. مأموریت موفق، حتی در روزی که آندرانیک اسکندریان باز هم تیم ملی را غافلگیر کرد و با گل به خودی آب سردی بر پیکر همه ریخت، ایران به بازی برگشت. ستاره بازی کسی نبود جز ایرج دانایفرد که علاوه بر مهار جمیل اولین گل ایران در جام جهانی را زد، اولین امتیاز در اولین حضور در جام جهانی. قبل از اینکه به قفل جهانی برسه سر دفاع برمیگردن توپ زیر پای دانایفرد و توی دروازه گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانایفرد، هافبک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه. این ایرج دانایفرده که بالاخره گمیر رو شکست میده و جا میذاره و از یک زاویه تنگ و بسته دروازه اسکاتلند رو باز میکنه. رانی گرین‌وود در پایان صحبتاش به حشمت ماجرانی قول میده در آینده خیلی نزدیک برای آنچه که ایران برابر اسکاتلند انجام میده تیم ملی ایران رو به لندن دعوت کنه و تیم ملی با تیم ملی انگلیس در ویمبلی بازی بکنن، دیداری که البته هیچ وقت رخ نمیده. بوم با پرو، دیداری که اگر ایران 3-0 می برد می توانست صعود کند، اما ترس در بازی اول پس از یک امتیاز در بازی دوم به غرور در بازی سوم تبدیل شد. ایران با سیستم هجومی 4-3-3 پا به زمین مسابقه گذاشت و در همان نیمه اول با 3 گل حریف مجازات شد. دیباکانه ترین بازی ما در جام های جهانی همون بازی بود. اون یه امتیاز از اسکاتلند به دست آورده بودیم و اگر که پرو رو شکست میدادیم 3 امتیازی می شدیم. اسکاتلند هم که هلند رو شکست داده بود، که اونا هم 3 امتیازی بودن دیگه. به هر حال ما برای پیروزی رفتیم. من تا با اون بازی رو خیلی 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 دوست دارم. و ببین به هر حال ما رفتیم که چنگ بزنیم به آرزوهامون و تهاجمی بازی کردیم. حسن روشن که با وجود مصدومیتش در ترکیب تیم حضور داشت، تنها گل ما در بازی را زد. و اون دو گلی هم که روشن توی دروازه گل اولین گل تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه 40 به وسیله حسن روشن زده میشه. حسن روشن در آخرین گل خودش. ما برابر پرو خیلی خیلی تماشایی بازی کردیم، ولی پرو بود، یه تیم با تجربه از آمریکای جنوبی با کوبیاس، یه مهاجمی که در بازی اول اسکاتلند رو به بند کشیده بود، پرویی که به هلند نباخته بود. پرو به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد میشه و ولی اون بازی رو من به خاطر بازی دریا دلانه تیم خیلی خیلی میپسندم، چون سعی کردیم به آرزوهامون چنگ بزنیم. پرو با نتیجه 4-1 ایران رو شکست داد. تیم ملی با 8 گل خورده از جام حذف شد. بازی که تموم شد ما یه رکورد عجیبی در جام جهانی بر جای گذاشته بودیم. ما طی 3 بازی 8 گل خورده بودیم، از این 8 گل 4 گل پنالتی بود. ناصر حجازی در 3 بازی 4 ضربه پنالتی دریافت کرده بود. تو در هیچ جام جهانی اینو نمی‌بینی و حق داشت که همیشه گله من باشه. و یک گل پنجمون هم که آندرانیک به خودمون زد. یعنی از 8 گل ما 5 گلش رو میتونیم بگیم برتافته از بی تجربگیمون بود. و این تفاوت اون تیم با تیم الان هست. ما خام بودیم. میدونی هنوز داشتیم یاد میگرفتیم تو اون ضیافت، تازه داشتیم عادت میکردیم. این 3 بازی نه تنها حکم حذف ایران از جام جهانی را امضا کرد، بلکه پایان دوران درخشان فوتبال ایران بود. پایانی تلخ برای تیمی که در کمتر از 10 سال 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شده بود، یک بار به مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی رسید و 2 بار به المپیک صعود کرد، اما در نهایت سقف بلند پروازیش از حضور در جام جهانی فراتر نرفت. وقتی که بازی تموم شد و سوت پایان کشیدن، ما به جام جهانی 82 فکر میکردیم به اسپانیا و ما برای بازگشت به جام جهانی باید صبر میکردیم تا 20 سال بعد تا جام جهانی 1998 در فرانسه. همون موقع در رسانه ها اعلام شده بود که حشمت مهاجرانی پس از جام جهانی مربی پرسپولیس خواهد شد. یعنی اینو همه انتظار داشتیم که بعد از جام جهانی مربی پرسپولیس بشه، حالا اون سمت رو حفظ کنی یا نه، ولی به هر حال حتی حشمت خان در طی مسابقات جام جهانی از رفتن هم صحبت کرده بود. و این خیلی طعن‌آمیزه. حشمت مهاجرانی تا
تنها مربیه که تیم ملی کشورشو به جام جهانی برده، ولی هرگز و هیچ وقت روی نیمکت هیچ باشگاهی در کشورش نشسته. مربی هیچ باشگاهی نبوده حشمت در ایران، مربی تیم ملی جوانان بوده و مربی تیم ملی ایران و بقیه مربیگریش هم خارج از ایران سپری کرده و این خیلی طعن‌آمیزه و غم‌انگیزه. حشمت مهاجرانی اما از فوتبال ایران رفت با میراثی ماندگار. به 2-3-3-2-3-18 بفرستید. اگر جواب براتون نیامد، این اسمس برگشتی نیامد، دوباره بفرستید. شاید 5 دقیقه دیگه امتحان کنید، چون شاید یه اختلالی به وجود اومده باشه که من خودم الان شو شرکت کردم جواب برگشت برامون نیامد. بعد جواب برگشت که میاد براتون، موقع میتونید برید اون لینک دانلود اپلیکیشن برنامه جام 21 همین برنامه رو نصب کنید که ما خیلی باش کار داریم. در طول رقابت‌های جام جهانی شما میتونید تو مسابقات پیامکی ما شرکت کنید به شکل مجانی، تمام بازی‌ها رو ببینید و ببینید در بین مثلا چند 2-3 میلیون نفری که شرکت میکنه هر لحظه و هر بازی رتبه‌تون به چه ترتیب تغییر میکنه. ما تو این فرصت گپ زدیم با علی آقای پروین، کلی از من انتقاد کردن و گفتن آقا چیه بقول آقای مدیری دعوا رو میندازی و فلان و اون نمیکنه، خودشون دعوا میکنن من چیکار کنم آخه همچین چیزی. یکی اینو گفتن، بعد یکی گفتن آقا چیه این جادو، مثلا میگید میرن توی یه بطری نمیدونم مایه میریزن و بعد میریزن اینا چیزی بودن. بابا خدا هست من چیکار کنم تو سیرجا؟ خب سراغ منم خیلی اومدن از همین آدما که ما پای تلویزیون میشینیم میبندیم قفل میکنیم، شما یه چک بذار پیش ما، اگه بازی رو مثلا بردی فردا چک رو پاس کن. ما ببخشید یه وقت آقا برو دنبال کارت، برو دنبال زندگی. این به نظر من این درست نیست که شما مثلا بگی مثلا تو شیشه آب بریزم بذارم پشت دروازه توپ تو دروازه نمیره. آخه یعنی چی میشه همچیزی؟ بود من چرا تو سیرجان آب که شرس کنم ریخته بودم و به نظر من آقای ماجرانی حالا شما به نظر من هم چی چیزی غیر ممکن. آره که من که اصلا واقعا نمیتونم بفهمم یعنی چی مثلا یه بچه نابالغ رو باید پیدا بکنم بعد بیاد اصلا اون که واقعا به قول شما اصلا شده چی دید آخه به فکر آدم یه زمانی مثلا میگودم پرسپولیس استقلال توانی میکنن آقای فردوسی بود برند طرف دارای پرسپولیس میبادم امام میگفتن شما به استقلال نبازین نمیخواد قهرمان بشین، طرفدار استقلال هم همین حرف رو به استقلال میزدن. ما دو تا تیم مجبور میشدیم که با احتیاط بازی کنیم تا زمانی که یه گل رد و بدل میشد. هر زمانی که یه گل رد و بدل میشد بازی قشنگ میشد، ولی هرچی مثلا نیمه اول 0-0 میشدیم 20 دقیقه 25 دقیقه که میگذشت دیگه بیشتر احتیاط میکردیم که واقعا نبازیم، ولی هم مثلا اون بالا داد میزدن توانیه. و مگه میشه تو فوتبال من مثلا به فورواردم بگم آقا توپو نزن تو گل، رفتی تو شیش قدم بزن هوا، میشه همچی چیزی هستن؟ نه این هم یه چیزی مثلا مندراری مردمه این همین چیزهایی که شما در آوردی آب بریزی تو شیشه پشت دفع زنید ما نگفتی آب بریزن تو شیشه. من یه تشکرم از امیرزا صدر عزیز بکنم که چقدر با شور و حرارت ما حسابی تو رقابت جام جهانی مزاحمش حالا خواهیم شد. من آقای فردوسی قبل از آقا مهاجرانی توضیح بده، زمان ما خب این امکانات نبود، وقتی رفتیم جام جهانی به نظر من ما بازی تدارکاتی کردیم، حالا استاد اینجا نشسته ولی کم بود کتب، بعدم روزنامه های ما اون موقع سایت نبود مثل مال شما الان حرف بزنید دو دقیقه دید سایت بشه، روزنامه دنیا ورزشی که آن ورزشی بود یا آیندگان اینا مثلا هفته و هفته در من ما وقتی افتادیم به هلند انقدر ما رو ترسوندن که منی که مثلا یه بازیکنی بودم که نمی ترسیدم بازی به هلند اصلا پاهام جون نداشت برم تو زمین، کت بسته رفتیم جلو هلند بازی کردیم. یعنی اگه این امکانات الان رو داشتیم و با آموده بادن آقای مهاجرانی بالا سر ماها ما هیچ وقت اینجوری نمی باختیم. قبول دارید که من فکر میکنم یکم مرعوب بودیم آقای مهاجرانی تو رقابت های جام جهانی. من قبل از یه چیز بشم قبلش میگم تشکر ویژه از حالا هم امیر آجزایی هم تمام عزیزان هنرمندی که زحمت کشیدن این نریشن برای ما خوندن که در طول رقابت‌های جام تقدیم تو قایم خیلی از همشون من سپاسگزارم. آیتم‌های برنامه که آیتم خیلی روش زحمت کشیده شده تو این چند وقت، حالا میتونید فکر کنم توی قطعا تو فضای مجازی که پخش خواهد شد حالا روی سایت 90 حتما میتونید ببینید اونها رو ملاحظه.
بفرمایید. آیه حشمت خان، ما این که میگم بچه خیلی ترسیده بودن از هلند، مرعوب هلند بودن به خصوص در بازی ها، درسته؟ والا من اعتقاد ندارم. من با هم آریان صحبت کردم، من با کرول صحبت کردم بعدن، و اونا به چه اصلا تورنمنت پاریس سن ژرمن اونا نیومدن، میگفتن ما در جام جهانی باشون بازی داریم دیگه، احتیاج نیست بازی کنیم. ولی یه حوادثی به وجود اومد، یه مقدارم خب علی آقا کاپتان تیم بوده، حقیقت هم شاید بگه واقعا هم این بوده، ولی من هیچ استنباط نکردم که بازیکن‌ها در استنباط، چون یه مقدار حوادث بازی هم ما را از اون ایده ما دور کرد. یعنی اگر 25 دقیقه اول پا توپی که بین فرکی و صادقی افتاده بود گل می‌کرد، شاید سرنوشت اون بازی عوض می‌شد. و مضافاً به این که ما در تورنمنت سال 77، یه سال که رفتیم قبل از جام جهانی، رفتیم در تورنمنت رئال مادرید بازی کردیم، با خود این آرژانتین بازی کردیم، بعداً تیم آرژانتین که برگشت بوینس آیرز، از سزار منوتی پرسیدن ایران کجاست، فوتبالش کجاست که شما اینجوری بازی کردی؟ اون گفت بذار جام جهانی بیاد، شما تیم ایران رو خواهید دید. ما با اون قدرتی که داشتیم متاسفانه در جام جهانی ما ظاهر نشدیم. ما خیلی بهتر از این میتونستیم در جام جهانی ظاهر بشیم و نتیجه بگیریم. و بازیامون خب هر با دو بازی ما دو تا پنالتی بوده، با هلند دو تا پنالتی بوده، با پرو دو تا پنالتی بوده، اسکندر خودمون گل به خودمون زدیم، اسکندریان زد. ولی به هر حال همه دست به دست هم داد که ما یه مقدار از اون هدف دور باشیم. ما هدفدار بودیم، رفتیم جام جهانی، دلمون میخواست، همه هم دلشون میخواست که ما بتونیم مدافع خوبی هم از فوتبال مملکتمون باشیم، هم از فوتبال آسیا باشیم. مثل در حال حاضر همینه، یعنی ما تیم ملی ما باید وظیفه داره مدافع فوتبال مملکتش باشه، مدافع فوتبال آسیا باشه. و این خودش یه مقدار کارو زیر فشار، نمیخوام بذاریم بازیکنایی که دارن بازی میکنن، ولی این توقعی هم که علی آقا گفت تقریبا میتونه یه مقدار درست باشه. بعد خدای نکرده اگر یه نتیجه اونطوری که دلخواه هست نگیریم، با عکس العمل روبرو میشیم. و باید خصوصیات بازیکن ایرانی اینه که اگه ما در یه چارچوبی اونو حبسش کنیم، یه مقدار خصوصیاتش از دست میده. علی آقا یه سری مثلا میگفتن، من سوال بپرسم بعد این بخشو ببینیم، شما واقعا ترسیده بودید از هلند اینا که میگن آهای ما گرم کنه مشکی پوشیدیم بریم رام بگم ما اقوامو از دست دادیم؟ بعد نه که همه شایعه بود، نه خدا شایعه بود، چون حسین کازرانی میگفت، نه امونستی میگفت، ناصر خان حجازی حتی خدا رحمتشون کنه جاشون هم خیلی خالیه، اونجوری نبود که آقا. ولی انقدر بزرگ کرده بودن هلندو برای ما آقای فردوسی پور که خداییش ما یه خود وحشت داشتیم. ولی این صحبت هایی که میگفتن برین مشکی بپوشیم بگین مادراشون مردن ما حاضر نمیشیم، این مسائل اصلا تو کار نبود. ما آقای مهاجانی بالا سر ما با آقای شرفی مثل شیر، منتها خب امکانات هم اینجوری نبود، امکانات اون یه مقدار، حالا آقای مهاجرانی درست میفرماید، ولی امکانات الان اگه داشتیم من فکر میکنم خیلی بهتر نتیجه میگرفتیم. خیلی خب، ما بریم یه بخشی رو فکر میکنم بچه ها کوتاه آماده دارن سوال. من اینقدر میگم آقا تا من جواب اسمس من برگشتی من نیاد، اینقدر میگم تا دوستان درست کنن که من هنوز بسیم چند بارم شرکت کردن جواب برام برگشت نیومده، و هر وقت اومد بهتون میگم که اومد. بچه ها اینقدر بیرون استودیو اصلا همه امتحان کردن، هیچ کنون برایشون جوابشون نه، ولی اگه نیومده بازم تکرار کنید 2-3-0-20-18. من چند امتیاز بزنم آقای پروین؟ بزنم 4. واسه خودم بذارم، من میگم دو تا مساوی میکنن یه باخت، من میذارم 2 به خاطر شما. باشه زارا، ولی هنوز نمیاد. بریم یه بخش کوتاه ببینیم، بعد کم کم سعی میکنیم یه سری هم به روسیه بزنیم. ما هنوز با شما کار داریم دیگه، اینجا هستید شما تا ما که محرمزونه دیگه، حالا ببین نداره شاطرا سریال رو سریال هنوز کماکان میبینید؟ همه رو میبینم الان امسال، البته محرمزون نرسیدم دیگه، تکرارش رو میبینید؟ کدوم میبینید؟ سریال شکل 3 میگن همه بهتره که رهایم بکنی، نکن. بریم این بخش رو ببینیم برمیگرد.
اون پرچم کشورمون است بالاخره. رنگ هم خیلی برام مفید میتونم تیم ملی مهم نیست، چه بازیکن استقلال چه بازیکن پرسپولیس، همه تیمایی بالاخره تو باشگاه ایران هستن، چه بازیکن لژیونر، همشون هدفمون اینه که بتونه تیم ملی کشورمون بتونه بهترین نتیجه رو بگیره، مردم رو خوشحال بکنه و امیدوارم چه بازیکنانش مردم همه دست به دست هم بدیم، ان شاء الله بتونیم واسه سربلندی کشورمون تلاش بکنیم، دعا بکنیم که شاید تیم ملی شما تیم آماده از اردوی خوبی داشتیم ترکیه، یک 15-16 روز اونجا بودیم و امکانات همه چیز بیست بود، الان اومدیم مسکو. سعی کردم در خدمت تیم ملی باشم، در خدمت کادر فنی باشم و سعی و تلاشم همیشه برای اینه که کادری که تو تیم ملی هست، کادری که تو هر جای دنیا که باشم و ربیم باشم، چیزی که میخواد و انجام بدم و من سعی میکنم اون وظیفه که به من میدن رو انجام بدم و به نفع احسن سعی کنم انجام بدم تا پرچم تیم ملی کشورم رو بگردم. توی گروه سختی هستیم، با تیمای سختی بازی داریم، اما خب خدا رو شکر اعتماد به نفس خودمونم خیلی اعتماد به نفس داریم و مطمئنم که با کمک خدا و مخصوصا با کمک هواداران عزیزمون میتونیم یه نتیجه‌های خوبی بگیریم، چرا که نه. اگه ما حتی بتونیم یه بازی رو ببریم و امتیاز کسب کنیم، از 5 تا حضور توی جام جهانی هم مهمتره و این چیزیه که منتظرش هستیم و داریم براش تلاش میکنیم. خیلی مثبت فکر میکنیم و خیلی با امید هستیم در هر سه تا بازی، البته بازی اول از همه مهمتره. میخواستم به روسی هم آرزوی موفقیت کنم برای ایران. جلای و پابیدی دلیا ایران. او یعنی چی؟ یعنی آرزوی موفقیت دارم برای ایران. جلارو جلایو پابدی دلیا ایران. جلایو پابدی دلیا ایران. دلیا ایران. جلایو پابدی دلیا ایران. یعنی آرزوی موفقیت می‌کنم برای ایران. خب شبتون بخیر دوستان بیننده و همراهان برنامه 2018. قشنگ کیف کردین دیگه از گفتگو با علی پروین و حشمت مهاجرانی دوست داشتنی و اتفاقات جام‌های جهانی گذشته. تا الان رسیدیم 2018 و باید بریم به روسیه، حالا هوای رقابت جام جهانی رو ببینیم که چگونه است. مارسل میساقی عزیز دوست بسیار خوب من الان در کشور روسیه، شهر مسکو، فکر کنم تو هول و هوش میدون سرخ هستش که نماد خب اصلی رقابت‌ها و اون تایمی که داره همینطوری ازش می‌گذره، کم میشه و کم میشه و کم میشه قرار داره. مارسل سلام، وقت بخیر، شب بخیر. یک ساعت و نیم اختلاف داریم الان با هم دیگه اونجا. حالا تو کام میاد رفه مارسل میساقی عزیز. مارسل سلام، محمد رضا سلام به همه مردم عزیز ایران. خیلی ارادت دارم صدا منو میشنوین دیگه؟ آره عزیزم، خیلی هم خوب. سلامت باشید، عرض ادب میکنم به همه همکارام تو 2018، آقای فروسی پور عزیز، مهمونای بی‌نظیرمون علی آقای پروین، حشمت خان مهاجرانی. خیلی ارادت دارم، خیلی خوشحالم که از اینجا از مرکز مسکو از میدون سرخ در خدمتتون هستم. روز شما رو هم دیدید که اوضاعش چجوریه. آره. داریم هر لحظه نزدیک میشیم به جام جهانی و اوج هیجان رقابت‌های 2018. تمام تلاش مجموعه رفقا و همکارای من برای اینکه بتونیم کامل و جامع مسابقات ان شاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. مفاجأه خیلی خیلی فوتبالی داره مسکو. من یکی دو تا نکته رو بگم ما ورزا جهان. آره حالا اگه سوالی داشتی من آره بعدن. آره ببین، نسبت به قرعه کشی جام جهانی من دیگه هیچ هوایی از این سردتر نخواهم. آخه اون که دیگه برف و کولاک و هر چیزی، یعنی اونجا سرد بوده که الان اینجا برام بهار حساب میشه. ولی خدا شکر. آره منتها هیچ وقت اینجا گرم نمیشه، مردم با کاپشن به دنیا میان، کلا کاپشن کرشه. حالا ما هم اینجوری داستانمون. یه توضیح بدم راجع به اوضاع تیم ملیمون. ببین تمرین تیم ملی هر روز داره برگزار میشه، امروز هم ساعت 5 بعد از ظهر برگزار شد. من آخرین اخبار تمرین تیم ملی رو بگم که مردم در جریان باشن که اوضاع چجوریه. 5 تمرین ما توی کمپ هستیمون که جزو کمپای خیلی خوبه جام جهانی هم هست انصافا، از این کمپاست که دو تا زمین تمرین داره و وقتی بارون میاد میتونن یکیشو کاور بکنن که برای فردا استفاده بکنن. تمرین کامل برگزار شد. نکته اینه که دیروز 4 تا از بازیکنان ما اونجوری که باید تمرین نکردن چون مشکل مصدومیت داشتن. اشکان دژاگر، مهدی طارمی، مهدی ترابی و رامین رضاییان. یه مقداری نگران کرده بود حالا اهالی فوتبال و خبرنگارای ما که اینجا هستن. امروز خدا رو شکر 3 تا از بچه‌ها تمرینشون رو کامل انجام دادن. یعنی هم مهدی طارمی، هم ترابی، هم رامین رضاییان کامل تمرین کردن. اشکان دژاگر هم هنوز زیر نظر کادر پزشکی تیم داره کاراشو پیگیری میکنه که انشالله برسه به بازی و بتونه شرایطشو بهتر بکنه. الان داره کارهای پزشکی و ریکاوری این داستانا رو انجام میده. تمرین کاملی برگزار شد، حتی بعد از اینکه اون تایم معمول تمرین تموم شد آقای کارلوس کیروش تیمو نگه داشته بود تا کارهای تاکتیکی با چند نفر دیگه انجام بده. انشالله تیم ما چهارشنبه هم تمرین رو برگزار میکنه و بعدش سفر میکنه و میره به سن پترزبورگ تا پنج شنبه تمرین و
کنفرانس خبری قبل بازی با مراکش پنجشنبه برگزار بشه و جمعه انشالله بازی بکنیم. جمعه هم که ما عرض بازی تمام شد یه راست برمیگرده مسکو. یعنی استقرار تو همین شهر مسکوه و شرایط تیم ملی الان اینجوریه. بقیه روحیه تیم که خیلی خوب، روحیه تیم واقعا خوبه، همه با هم رفیق و سرحال و شاداب دارن تمریناشون انجام میدن. بچهای خبرنگار ایرانی هم که ماشاءالله از همه زرنگتر و زبلتر، خیلی خیلی هم به ما کمک کردن این چند روز، دارن تمرین رو پوشش میدن. و فضای مسکو هم که خیلی فوتبالیه، خوب. از هر ملیتی شما فکر بکنی الان اینجا هست. متو معرضا ما یه جوری اینجا احساس صابخونه بودن میکنیم. ایرانی ها الان هستن اون دور و بر، یعنی چینی ها رو میبینیم یا هندی ها رو میبینیم، یاد چاینا چاینای المپیک افتادی قشنگ. آره آره الان میگم بهت، ما اصلا اونا رو میبینیم، ما اونا رو میبینیم میگیم که آقا مثلا شما اینجا چیکار، ما تیممون اومده جام جهانی، ما تو 32 تایم شما اینجا چیکار میکنید، ایتالیا نیومده، هلند نیومده، ایرانی ها هم اتفاقا هستن. خب خیلی خوبه، شاید باورت نشه، میخوای ببینیش؟ آره ببینیم چجوریه حال هوای ایرانی ها توی میدون سرخ در حال حاضر تو مسکو شب. الان یک ساعت و نیم هم اختلاف ساعت داریم با اینا. ببین بچه من ببینیدشون. به 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 آقا دمتون گرم، دمتون گرم. یعنی مهارس انرژی رو همینجوری بالا نگه دار، لطفاً همراهشون باش و انرژی رو نگه دار که اتفاقات خیلی خوب رقم بخوره تیم ملی خود کشور. تقدیم حضورتون شد این حال و هوایی که فکر کنم یخ زده اونجا کابلا داره، هوا کم کم سرد میشه، چون الان دیگه توی فصلی هم هستیم که شب‌های سپید رو به اصطلاح کشور روسیه داره، تا مثلا هولوش ساعت 1:30 2:30 حتی 3 بامداد به وقت کشور روسیه مثلا هوا یه ذره روشن همچنان میمونه باقی و خیلی کم، شاید 2-3 ساعت مثلا مردمی که الان در کشور روسیه هستن میتونن از هوای کاملا تاریک شده این کشور هم ملاقات یعنی ببینن و بازی داشته باشن، چون که حالا هوا همیشه همینطوری هستش تو این فضایی که در حالت تو این فصل کشور روسیه داره، به خصوص سن پترزبورگ. یعنی توی تبلیغات اسمسی هم دیدین دیگه، مثلا نشه شب‌های سفید سن پترزبورگ می‌خواید سفر بکنید، الان وقتش همین الانه که فکر کنم اگه با برنامه 23 هم رو باشید، ما هر شب که ارتباط زنده داریم به راحتی ما میتونیم ان شاءالله از حال هوای شب‌های سپیدم معارضه برام گزارش بفرستید. میگن صدا ندارم ولی قطعا ارتباط صدای ما برقرار خواهد شد. صدا رو من الان ندارم. آره معارضه من الان میخوام گزارشش کنم، ما باز بشینم اگه صحبتی داری در مورد حالا هوای شهر مسکو، اتفاقی داره میفته و در آستانه بازی اول تیم ملی هم هستیم، تیمان کم کم همشون دارن خودشونو میرسونن به کشور روسیه و از شهرهای مختلف دارن وارد کشور روسیه میشن. جان خداحافظی بکنیم، خیلی خیلی آره عالیه خوبه هستش امروز، امیدوارم که روزهای بعدم بتونیم تیم خیلی خوبی رو از اینجا تقدیم همتون بکنیم. خیلی مخلصیم، متشکرم از شما، بشم با خداحافظی، درود بر تو. خیلی متشکرم از محسن میساقی عزیز، ما هر شب ارتباط میگیریم با کشور روسیه، شهر به شهر میریم جلو با برنامه خوبه، برنامه 23 هم هستیم. آدا خان در خدمتیم، ارادت هستیم و الان ما یه جایی هستیم. آها اینجا هستیم. آره. ارادت شما به ماجرا. آقا خیلی بزرگوار. ارتباط خوبی بود برقرار شد با مسکو و ان شاءالله ایرانی ها همه جا هستن. آره همه جا هستن دیگه. و ان شاءالله این ارتباط هر شب برقرار خواهد شد. ما مثلا بازی افتتاحیه قطعا ارتباط برقرار خواهیم کرد قبل از بازی با مسکو، حال و هوای ورزشگاه و اینا دیگه نمیدونم چند چند میشه مثلا روسیه عربستان که دوست آره اون موقع دیگه الان دیگه ما الان سوال پیمکوتا به این دلیل نمیریم که یه اختلالی به وجود اومده، برای همین نمیریم تا اختلال برطرف بشه، بعدش توضیح میدیم راجع به اتفاقات. هر وقت اختلال برطرف شد ما صحبت میکنیم، بحثو ادامه بدیم. ما اگه اشکال نداره با هشت خان مهاجرانی ما صحبت میکردیم. آیه مهاجرانی حالا شما یه مقایسه کردید بین جام جهانی 1978 و تیمی که الان ما در گروهی که درش گرفتار هستیم با اسپانیا و پرتغال، این دوتا گروه چطور با هم شما قیاس میکنید؟ آیا فکر میکنید که مثلا انتظارها از تیم ملی در دوره شما با الان هم اندازه بودن؟ چجور بود وضعیت؟ من فکر میکنم چون اون موقع ما اولی دفعه میرفتیم به جام جهانی اینقدر توقع مردم بالا نبود، ولی در یک سال قبلش یا بازی‌های دوستانه که بازی کرده بودیم چون نتایج خوبی به دست آورده بودیم خیلی امیدوار بودیم خودمون، ولی مردم همونجور که علی آقا اشاره کرد رسانه‌های چون وسایل ارتباط جمعی خیلی میتونن کمک کنن، نقش بزرگی دارن وسایل ارتباط جمعی، و اون موقع علی آقا اشاره کرد دو تا سه تا مجله که بیشتر نبود، اونم هفتگی بود، به این صورت نبود که هر روز ما روزنامه‌ای داشته باشیم و در جریان کارهای تیم ملی قرار بگیریم، و خودش یه مقدار توقع مردم بالا میبره. و به هر حال من فکر میکنم که
ببینید یه چیز دیگر من اشاره داشته باشم، ما هزینه کردیم که بریم جام جهانی. اگر هزینه کردیم بریم جام جهانی، در دورهای گذشته ما جام جهانی رفتیم، ما هزینه میکنیم که بریم ایشالله به دور دوم. فقط همین مسئله است که سطح توقع علاقمندان ما فوتبال بالا میبره، بگیم خب ما 78 رفتیم، 98 رفتیم، 2006 2014 رفتیم، چه فرقی داره. و الان هیچ موقع تیم ملی ما اینقدر از دق نظر پشتوانه بازیکن غنی نبوده. ما تیم ملی خیلی خوبی داریم و بازیکنایی داریم که تجربه بین المللی دارن، بازیکنایی داریم که ما اون موقع لژیون نداشتیم. شما نگاه کنید یه تعداد بازیکن داریم که در لیگ داخلی بازی میکنه، تجربه لیگ داخلی داره. یه تعداد بازیکن داریم در لیگ اروپا بازی میکنه که اینا تجربه میادین بین المللی دارن و اینا میدونن و اینا کمک کننده هستن به تیم ملی که بتونیم با مدافع فوتبالمون باشیم. و یک چیز دیگه هم که تیم ملی ما داره، فکر میکنم نه اینکه بقیه تیما نداشته باشن، انگیزه، میل، رغبت، اشتها، تعصب میتونم بدرخشن که بتونم برم. فهم میکنی این تیم بازیکناش چند تاشون پتانسیل دارن که برن باشگاه بزرگ بعد جام جهانی؟ این پتانسیل در نزد بازیکن ما وجود داره؟ من خیلی مثلا فرض کنید یه مقدار فوتبالیستای ما داریم که مثل جهانبخش، علیرضا جهانبخش یا همین سامان قدوس، اینا از نقطه نظر فوتبالی یعنی تمام اون فاکتورهایی که صحبت اول من جمع کردم عرض کردم خدمتتون، سردار آزمون داره، یعنی سرعت قدمه بگیم، سرعت عمل و هنر استفاده از توپ. و ببینید موقعی که شما الان بخواد هر تاکتیکی که بازی کنید، احتیاج داریم به بازیکن تکنیکی. ما نمیتونیم بدون بازیکن تکنیکی اون تاکتیکی که دلخواهمون پیاده بشه، چون بازیکن تکنیکی توپ میگیره، نگران میداره که چیکار بکنه. موقعی که مثلا فرض کن توپ دست حاج صفیه، اینو در تیم ملی ما داریم که بازیکنای به چه فضایی حرکت کنن. فوتبال آقای عادل عین شطرنجه، عین بازی شطرنجه. یعنی ما نمیتونیم در شطرنج سرباز جای اسب بذاریم، اسب جای فیل بذاریم. حرکت میکنن با حدود وظایف مشخص و حالت پشتیبانی مشخص، و این حالت الان ما در تیم ملیمون داریم. چون این حالت داریم، شاید یه مقدار توقع من نوعی رو برده بالا و این احساس دارم که ما میتونیم شگفتی ساز این جام جهانی باشیم. مضافاً به این که یه چیزی من اشاره کنم، شما موقعی که پیرن تیم ملیتون رو تنت میکنی، میری جزو خاک وطنت، میری جزو ارض وطنت، وظیفه داری مثل یه سرباز دفاع کنی از وطنت. باید دفاع کنی، یعنی این باید کلمه باید تو فوتبال به کار نمیره، ولی اینجا باید بگیم که باید ما دفاع کنیم، قدم عقب نذاریم. من شما و همه هموطنان عزیزمون که در تلویزیون بازی رو نگاه کنیم چی دوست داریم؟ ما دوست داریم عظمت و بزرگی بازیکن ایرانی رو ببینیم. ما اینو دوست داریم، همه ایرانی‌ها اینو دوست دارن، یعنی یه تیم با یه ملت، یه ملت با تیم. و این چیزی بوده که الان جا افتاده. دو مرتبه اشاره کنم این جا افتادن نقش بزرگ همون وسایل ارتباط جمعی داشتن و این خیلی کمک کننده فاکتوری بوده که اون موقع به این صورت نبوده. زمان و مکان هم فرق میکنه، امکانات هم فرق میکنه. الان امکانات زیادتری داریم، همه چیز. نه اینکه بگم که از چیزهایی که الان نواقصی داشتیم، همین چند بازی تدارکاتی بود که به عنوان لغو شد بازیامون. ولی خب شما، من مربی اشاره داشته باشم بگم که خیلی خوب، من اگر تمرین فقط بکنم آقای فردوسی پور، مهارتم اضافه میشه، تجربه من اضافه نمیشه. تجربه از مسابقه میاد، مسابقه است که ما نشون میده نقاط ضعف و مثبت تیمونو. این خصوصیات بازیکن به مربی نشون میده چه روشی رو اتخاذ کنه، و این چیزا رو خود در بازی ما نداشتیم. دو تا بازی تدارکاتی به هر دلالی لغ شد و این خودش نمیتونه که لطمه گرنده بزنه، ولی با اون درایتی که مربیمون داره، هوش و ذکاوتی داره، اینا رو آماده کرده از نقطه نظر روحی و فیزیکی. شما روحی و فیزیکی دو فاکتور بزرگه، یعنی بگیم بعدن تکنیک، بعدن بگیم تاکتیک، بعدن بگیم خلاقیت بازیکن، بعدن بگیم تیم ورک، بعدن بگیم رزال نتیجه. ما همه اون فاکتورها و همه اون وسایل داریم و خوب داره آنالیز میشه، خوب داره بررسی میشه و
بازیکن کم تجربه نیستن، بازیکن ما تجربه میادین بین المللی دارن مثل بقیه تیما، ولی ما الان تیم هستیم و این تیم داره حرکت میکنه. قدرت یه تیم از 11 بازیکن بیشتره. سیرلی علی آقا، بازیکن تیم ملی شما کدومش رو بیشتر میپسندین؟ دوست داشتین تو 78 مثلا ماجرا همه کنارتون باشه؟ چیزای علمی فوتبال رو گفتم دیگه. ما این بازیکن مثلا سال جام جهانی 78 آرژانتین مثلا دوست داشتین تو تیم باشه، از این بازیکن ملی پوش که الان هستن کدومو دوست داشتین با خودتون ببرید یا می‌بردین؟ الان آقا احمد بازیکن خوبی داریم، ما نمیتونم بگم الان کی پلو من باشه. جهان بخش حالا اسپورن آقای ماجرا جهان بخش خوبه، جهان بخش خب میرفت هم پست علی آقا میشد میذاش که میره برو بابا جان مرمنم اونا نمیذاشت اصلا جواب نه سمتش. همشون خوبن، همه اونایی که آقا ماجرا گفتن تو خارج بازی میکنن خب اونا تجربه بین المللی دارن. بله با این بازیکنایی که تو لیگ بازی میکنن خب خیلی فرق میکنن دیگه. به نظر من حالا اینا باید با هم هماهنگ بشن. همون بازی تدارکاتی که آقا ماجرا گفتن لغو شد خیلی به ضرر ایران شد. تو این بازی تمرین ما هرچی بکنیم چیزی دستمون نمیاد این تمرین، درسته. مگر مسابقات رسمی باشه، تدارکاتی باشه که بتونیم یه چیزی مثلا بفهمیم دفاعمون مثلا کجاش ضعف داره، هافکمون کجاش ضعف داره، گلرمون ضعف داره، فورواردمون ضعف داره، این نقطه ضعف رو بپوشونیم تا بتونیم نتیجه بگیریم. حالا ان شاءالله که با تن ما به زمان ما دعا میکنیم این ماه مبارک رمضان که من خودم عاشق این بازی اولمون هم میرسه به عید فطر و توی روز خیلی خوب تیم ملی عاشق ماه رمضان هستم، ماه رمضان رو دوست دارم و قصه‌مه که داره تموم میشه، ولی بازی خوشحالی دارم که محرم داره میرسه دوباره، که امیدواریم که این ماه عزیز تیم ملی اون بتونه نتیجه بگیره، حداقل دل مردم که همه ایران شده جام جهانی شاد کنن. حالا همه پیش بینی نمی‌کنن که مثلا 5 تا می‌خوریم 7 تا می‌خوریم، ما اونجوری نیستیم. ما 4 سال پیشم که با آرژانتین بازی داشتیم من مصاحبه کردم گفتم که ما کات بس نمی‌ریم جلوی آرژانتین که 5 تا گل بخوریم، خیلی گل بخوریم یه دونه دو تا. الانم اونجوری نیست، الان همه میگن مثلا 3 تا بازی 10 تا گل می‌خوریم و برمیگردیم. نه اونجوری نیست. و اگر بچه‌ها یه خود هوشیار باشن، یه خود با فکر بازی کنن، یه خود عجله نکنن تو پاس دادنشون، من فکر می‌کنم که بتونیم مثلا نتیجه بگیریم. مخصوصا پرتغال و اسپانیا خب یه خود سخته. مراکش هم که آقا ماجرا گفتن بازی اول به قول یارو میگن قدم اول محکم برداشتن دیگه. یه امتیاز تا موقع بگیریم تا آخر جام. اگه یه امتیاز بگیریم باز امیدواریم. آره بازم اگه بازی آخرمون خدای نکرده بازی اول ببازیم یا خود کار سخت میشه. آیه مهاجران حالا صحبت در مورد آنالیز اینا شد. شما اون موقع مثلا فیلم بازی هلند اینا رو واسه بازیکنان نمایش داده بودی، مثلا آنالیزی از حریفان ما مثلا هلند چجوری بازی میکنه، پرو چجوری بازی میکنه، اسکاتلند چجوری بازی میکنه، این وجود داشت؟ و ضمن اینکه نکته که آیه دکتر صدر اشاره کردن اینکه گرین وود سرمربی تیم ملی انگلیس اومد و آقا آرچی گمیل اینجوری کنید، این خیلی عجیبه، اتفاق عجیبیه که مثلا فرض کن الان که مثلا تیم ملی با پرتغال بازی داره، مثلا چه میدونم یه کشوری که نیومده جام جهانی بیاد مثلا به کیروش بگه آقا، حتی اون موقع فکر کنم اینقدر آنالیز دقیق نبودن که مثلا حضور یه مربی میتونست جذاب باشه بگه آقا مثلا اینا مثلا آرچی گمیلش خوبه یا بده. برسون برسونم که تیم هلند که اشاره فرمودید آشنایی داشتیم و قبل از بازی من آقای شرفی رو به منچستر فرستاده بودم که اونجا مطالعه کنه رو تیم اسکاتلند. چون جو جردن و داگلش اونجا بازی میکردن. تام فورساید بود، آرچی گمیل بود و ما با هلند چون استخون بندی تیم آژاکس داشت اون موقع. بیشتر بازیکن‌ها از آژاکس اون موقع، آژاکس که از تیم‌های مطرح فوتبال دنیا بود و بازیکن‌های بسیار بسیار بزرگی هم داشت. جان رپ، میسکلز، نمی‌دونم آریان، کرول، همه اونا که اسم ببریم تو فوتبال دنیا معروف بودن، مال تیم اسکاتلند هم معروف بودن. ولی اونی که اشاره کردی شرفی قبلا این نکته رو به من گفته بود که ما اگه بتونیم آرچی گمیل رو متوقف کنیم، چون بازی ساز و تقسیم کننده توپ تنها کسی که تیم خوب تغذیه میکنه آرچی گمیله. اگر ما این آرچی گمیله ببندیمش نمیتونه تیم خط فوروارد تغذیه کنه. خود اسقر آقا هم گفته بود اینو. اسقر آقا به من گفته بود موقعی که اینو گفتن ایشون هم چرت
بعد بازم من روز من شک و تردید داشتم. اصغر چیز کرد که دانایفر بذاریم و دانایفر گذاشتیم. خب گلمونم زد و دانایفر خیلی هم آتشگی میده از کار انداخت. من چون اسمس بالاخره درست شد الان واسه من سه تا الان یه سوال پیامکوتا رو ببینیم برمیگردیم مواردی توضیحاتی میده اصلا درست شد دیگه. الان بعد میگه علی آقا هم شرکت کنه صحیح بالا دوباره آقا بزنید آقا اسمس بده من صندلی بعد صندلی رو بیاریم پای آقا این چیزه خودش میمونه با برنامه 23 در خدمتتون الان علی آقا خوبه دیگه ارتفاع آره صندلی ما اینا بردیم بالا پایین صندلی علی آقا رو بردیم چرا چیکار کرد یه نقطه دیگه علی آقا الان اشاره کرد گفتش قهرمانی آفریقا سخت‌تر از قهرمانی آسیاست چون آره. کامارون، بورکینافاسو، نیجریه، مصر، تونس، الجزایر اینا همه تیمای قوی هستن. وقتی شما اونجا بدون باخت قهرمان بشی حتما یه چیزی داری و مضافاً به این که تقریباً راه و روش بازیشون مثل تیم ملی فرانسه است. رنارد مربی باهوشه و هم بازی زیدان هم بوده و خیلی خوب میشناسه سالیان سال با قنا با ساحل آج اونجا کار کرده. یه چند سال سریع برسیم بعد بریم یکم خاطره تعریف کنیم علی آقا از خاطرات اصلا خاطره نه بعدش نه چند سال دیگه دعوا بازی بود بعد خاطرات قابل پخش علی آقا رو بگید شما چون یه سری خاطراتش علی آقا غیر قابل پخش میکنن علی آقا خودش آقا بود آقا خیلی تو راحت هم مشکل نیست الان داره پخش میشه آره با خود داره پخش میشه من بگیرم پردون علی آقا خدا اول خاطره قابل پخش میگم بعد میری سراغ سوال خدا رحمت کنه مادر علی آقا رو نصف خدا رحمت کنه و این خدا بیامرز همیشه کتله درست میکرد تو این دستمال یزدی ها من درست یادم یزدی های قرمز رنگ هم بودایی درسته تو اون با سبزی و نون و اینا میابرد تو هواپیما بچه ها دیگه غذای هواپیما رو نمیخوردن دیگه ما عادت کردیم هر سفر کتلت خدا بیامرز نصرت خانم بخوریم اون وقت منم هم همیشه در اتاقم باز بود در اتاقم باز بود هیچ کنترلی نداشتم این پول ما رو بازی ها رو مصرف بازیکن ها رو چه مسئولیتیش من خواهم ما بدادم من میدادم دست علی بفهم. علی هم تو پولا رو زیر همون بخشه یزدیه که کتلت آورده بود میذاشت میذاشت زیر سرش میخوابید اوه به همین کن این کتلت نصرت خانم آخر شما رو پروازهای طولانی های فردوسی پور مثلا استرالیا برزیل میرفتیم خیلی طولانی بود دیگه یه وعده دو وعده بیشتر غذا نمیدادم بعد خدا بیامرزه انواتتون ماما نصرت یه قابلمه کتلت درست میکرد تو همین دستمال یزدی که ببین میبست با سبزی خورده من درست یادمه رنگ دستمال هم یادمه خدا بیامرزه آقا دکتر زرکشو نزدیک استرالیا بودیم مثلا یه نیم ساعت مونده بود اومد گفت علی تو رو قرآن یه دونه دیده گفتم آقا به خدا تموم شده آقا دکتر اگه خود زودتر میگفتی بهت میدادم اون خاطره بود که اشمت خان هم میشه یادشه و خوش خوراک هم بود علی آقا همچون ماشالله همچون کتلت ها رو دلوپی میخورد و قشنگ آقا من بود پنشیست در تمرین میکردم آقای فردوسی بعد همشم ولی میخورد خوب هم میخورد باید خوب بود دیگه تغذیه هم خوب بود خدا بیام و زنباتونی ماما نصرت ما زمین خاکی خاطره هم ماما نصرت بگیم زمین خاکی من کاپیتان تیم بودم مثلا 15 سال تمام پیرنهای مثلا 15 تا بازیکن من بعد میرفتم خونه میدادم ماما نصرت بشون اون موقع هم که لباس ماشینی چه زرد که لباس شویی نبود که بریزن تو دستگاه و بشن با دست این بیچاره هی میگو آخه من چرا باید اینا رو بشن گفتم ماما نصرت صبر کن یه روزی من بالاخره جواب اینو بهت میدم یواش یواش که داشتیم میشدیم علی پروین بعد اون زمان آقای فردوسی بود ما قهرمان آسیا که میشدیم با اسمت خان تمام قیاسی رو چراغانی میکردم مثل الان نبود که ماشین دقیقه به دقیقه بیاد بره سه ساعت یه ماشین میمد هر دفعه که ما قهرمان میشدیم چراغانی میکردن بعد من اومدم به مامان استاد گفتم مامان استاد این جواب اون لباسه که برای ما میشستی که بیچاره اون موقع بلند شد دست من باید گفتم بابا بذار من دستتو ماچ کنم هر کسی که مادر داره آقای فردوسی به خدا واسش نگه داره هر کم که نداره این روزا برن سر خاک کف سرشون بذارن رو قبراشون ماچ کنن قبرشون که من خودم هر هفته کارم همین بله شما همیشه چهارشنبه و بعدم میرم ناباوران همه هم بازیامون خدا بیامرز آقای رنجبر و آقای ناصر اجازی آقای اسدالله ای آقای شمت خان همه اینا رو دو ست سه ست میرم سرم گرمه
میگن هر موقع دلت گیره برو قبرستون، هر موقع هم شاد بودی برو قبرستون. سوالم تموم شد آقا، جوابا میگم سواله. آره یکم اومده اونجا یه چیزی بگی، من گفتم دیگه سوالم تموم شد. احساساتی شده من بگم، اما شما اون موقع خیلی پرطرفدار بودن دیگه علی آقا دیگه، یعنی همه آقایون خانوما خیلی طرفدارتون بود. نه آقا خب طرفدارش مد خان بودم نه من. نه شما جوون بود، آرش مد خانم که آره به حال ایشون، ولی خب ایشون طرفدار زیاد داشت، منظورش اینه که طرفدار زیاد داشتی. نه علی معروف بود تو جامعه، تو جامعه مد چشای رنگی و همچین مثلا عکسای جذاب، عکسای جذاب و نه جستای رامی رضایانی و این چیزا کل. نه با من کار بلد نبودم. نه علی آقا عاشق ماشین بود. تو شلوار سلاخ سلاخ نپوشیدم، شلوار تنگ بود. بابا مد نبوده. شلوار کارتون اینا نبوده. عاشق ماشین بود. من سرم از اول بچگیم همین جوری بوده تا الان. آره خدایش. ولی خب تفتیه مدل موهاشون همیشه همیشه شکلی بوده. داشتم ولی خب پاره. شواش داره آقا ماجاری میپیچونه داره میره. سال یکم گذشته، یکم گذشته وی داره وقت اون کمی مجموعی که تونتو سواله که قابل پخش در هست. آره دیگه برای یکم آیه ماجرانی بازی با پرو الان اگه برگردیم به عقب سال 78 همونقدر تیمو تهاجمی میچیدی جلو پرو که من باور کنید پشیمون نیست. پشیمون نیستی؟ نه چون من 4-3 بازی کردم دو امتیاز بگیرم برم بالا، اون موقع دو امتیازی بود، دو امتیازی بود دیگه. دیدم آخرین شانسمه و هر کیم میامد تو استادیوم تابلو رو نگاه نمیکرد می نمیفهمید نتیجه چیه. تیم خیلی خوب بازی کرد، بازم متاسفانه اون بازی دوتا پنالتی خوردیم و خیلی به ما لطمه خورد و ما میتونستیم دو امتیاز پرو رو به هر صورتی بگیریم. خب دیگه بدشانسی زیاد آوردیم ما، ولی رفت علی مثلا فرض کن کاپیتان جام ملت ها بوده، المپیک بوده، جام جهانی بوده، کمتر داریم بازی کنی کاپیتان سه تیم باشه تیمش هم برنده باشه بدون باخت. تو کام سهمیه یعنی هم جام ملت ها رو بردیم، هم المپیک و هم جام جهانی رو، مهمی بدون باخت رفتیم اونجا. تو کام اصلا سهمیه جام جهانی هم مثلا خیلی زیاد بود علی آقا، خیلی بیشتر از این حرفا. جام جهانی بودن 16 تا بوده، 16 تا میرم یه دونه از آسیا میرم. الان 4 تا از آسیا ما یه بازی هم به آخر باز قهرمان شدیم دیگه، نیازی به اون بازی آخر نداشتی. اگه الان مثلا 4 تا بود چند تا میرفتین جام جهانی؟ اگه 4 تا سهمیه آسیا مثلا الان اون موقع هم بود نظرتون چند تا میرفتین؟ 78 که رفته بودین؟ 74 میرفتیم. ما هر سال میرفتیم دیگه، هر 4 سال میرفتیم. هر دوره رو میرفتیم. و قیمتتون چند بود الان؟ اگه مثلا الان فرض با این قیمتی الان علی پروین الان با اون کیفیت بازی علی پروین الان قیمتش چند بود؟ جان بود آقا. آقا یه قیمت بدیم آقا ماجرانی. آم به پول اون موقع بگم که به پول الان مثلا الان فرض کنیم الان مثلا بازیکن‌ها 1.5-2 میلیارد یک علی رو با همون خصوصیات جوونیش با نگاه می‌کنیم. آره همون خوشتیپ. نه آره من به خوشتیپ هیچ کار ندارم، به بازیش کار دارم، به بازیش کار دارم. اون لادن ما الان پشت نشسته با بعدن تموم. نه اینجا نه خونه، خونه پشت لیلی دارم دخترتون میگی. آره همون بشه فوری بهت زنگ میزنه. چرا میگی؟ چرا خب خانومتون بعد فکر کنم زنگ بزنه بگه چرا از همسر من تعریف کردی خوش تیپ و اونها طرفدار زیاد داشته و این سو حاج خانم و خیالش راحت خدا ان شاء الله کی زن خوب بهش بده واسه میگرده. خب چند قیمت شما؟ چند بود آقا ما جون؟ آها چند بودی برزت برسونم که علی آقا یا قاسم پور صادقی اصلا روشن هر کدوم بخواد با الان قیمتشون از خیلی بازیکنایی که در لیگ بازی میکنن و پول گرفتن بالاتر بود 100%. الان کف مثلا 680 تومان دیگه حداقل میگه بالاتر بود، خیلی بالاتر بود قیمتاشون 600. یعنی این بازیکن ها رو کف قضیه شده 670 تومان اون بازیکن ها رو داریم با هم 600 تومان 600 تومان. من نمیدونم شما مثلا 3-4 میلیارد الان باید میبستی برای 6 ماه مثلا. خب فرق میکنه دیگه، میدونی آقا احمدی زمونه فرق میکنه دیگه، اون زمان اینجوری بود، این زمان پوله. زمان ما عشق پیرم مثلا هر کی می‌خواست بیاد پرسپولیس من بهش بردم 200,000 تومان بعد بدی بیا پرسپولیس. همین حمید الان هست الان یه 2-3 تومان میگیرم میگم بیا. همین حمید استیلی و خاکپور اومدم و گفتم من میخوام بیام، گفتم من مربی تیم ملی بودم اون اومدی شاگرد اشمت خانم، اما همه جا شاگردم، اومدم گفتم من میخوام بیام پرسپولیس، گفتم اگه به هوای تیم ملی میخوای بیای آقای حمید آمد جفتتون خط میزنم. من از الان دارم بهت میگم
گفت نه ما پرسپولیس دوست داریم. گفتم برو اون هیئت فوتبال امتحان کن بیا ما 400,000 تومان بهت میدیم. 400,000 تومان به خاکپور، 400,000 تومان به استادیوم. این دو تا اومد پرسپولیس شد. اون زمان عشق پیرانه آقای فردوسی پور خیلی ارزش داشت. نه واقعا یعنی هم پیرانه هم ما هم استقلال جفتش فرق نمی‌کرد. ولی الان متاسفانه پول دیگه کارش هم نمیشه که آقا فردوسی پور الان کارش هم نمیشه بکنی شما نمیتونی من الان مدیر باشگاه بیام الان با آقای احمدی مثلا 700 تومن بدم ادر میاد بیرون یه باشگاه دیگه یه تومن بهش میده آره. اونجا دوباره بهش یه تومن میدم بیاد بیرون 1,200 جدی یه قرارداد ببره خودش خوبه اینجوری شد خیلی شده بپرسم مثلا اون زمانی که آقای ماجرانی سرمربی تیم ملی می‌خواست من تیم ملی به بازی آرژانتین مثلا الان اون حواشی بود در مورد لیست تیم ملی مثلا بازی آ چه اینو نبردین چه اینو بردین درگیر بودین شما تیم مثلا اون موقع با تقریبا میتونم بگم 3 تا تیم داشتیم و 3 تا تیم خوبم داشتیم و من یادمه زیر گروه که بازی کردیم همه میگن که کووید علی آقا هم اشاره کرد به آخر بازی ما کووید و جوونا رو فرستادیم زیر گروه که با سعودی بازی کردیم تو جده 3-0 بردیم تارتان هم بود چمن بود بازی برگشت من تو شیراز براشون گذاشتم تهران بازی نداشتم 2-0 بردیم کاپیتانشم یادم این آقای علی شجاعی بود بازی سرپرست ذوبان و همزمان یه تیم دیگه داشتیم که مربیش محمود یاوری بود و این در مسابقات جام قاره‌ای بازی می‌کرد با قنا که قنا رو برد یعنی جدا از این تیمی که شما اشاره می‌کنید تو اردو داشتم این دو تا تیم دیگر هم داشتیم در کنار اون تیم یعنی واقعاً از نیروی انسانی ما خیلی خوب بودیم و میتونستیم واقعاً 2-3 تا تیم خوب داشته باشیم و بازیکنان خوبی هم داشتیم و من اشاره داشته باشم به اینکه علی آقا مثلا علی آقا این همه بازی خوب کرده من خیلی قبلا به صحبت کردم من بهترین بازی علی رو در المپیک 76 مونترال دارم که واقعا مقابل لهستان بازی کرد خیلی خیلی خوب بازی کرد یعنی اصلا بازیکنهای معروف تیم سوم دنیا رو حسن روشن این پیچونده بودن نمیدونم لاتو جارماخ داینا بازیکنهای بزرگی بودن و اینا خودشون رو تحمیل کرده بودن به اونا و بازیکنهای بزرگی داشتیم که واقعا هر دو یعنی الان به آقای احمدی عرض می‌کردم این بازیکنهایی که سوال کردن از علی آقا داشتیم که میتونن اصلا الان بازی کنن الان داریم یا یعنی اینکه بازیکنهای 98 و علی دایی و کریمی و استیلی و مهدوی میتونه به هر تیمی بخوره چه این تیم چه اون تیم چه ما یه فاصله بگیریم هم سال پیام کوتاه یه بار دیگه چون فکرام درست شده بعد میام آمارم با همین بعد مبارزام توضیح میده هم راجع به جایزه که امشب 206 قرعه کشی خواهد شد همین که کلا در طول تورنمنت چگونه در خدمت خواهم تا این مدت هم فکر کنم جوابش میاد اپلیکیشن هم نصب اومد اپلیکیشن نصب کردیم و میشه خلاص بریم و هم سوال پیام کوتاه رو ببینیم هم یه بخش دیگه از آیتمی که بچه‌ها تو روسیه گرفتن رو ببینیم و یه 4 دقیقه دیگه برمیگردیم پیام کوتاه گفتم مشکل آدمی که میاد تو روسیه برای جام جهانی باید یه دونه آیدی داشته باشه حالا آیدی رسانه‌ای میگیره یا تماشاگر فن آیدی میگیره معلوم میشه که برای کدوم بازی اومده کدوم بلیتو خریده چجوری اومده از کجا وارد شده تو کدوم مرکز اومده رجیستر کرده ثبت کرده اسمشو یعنی اینکه میگفتن روسیه نمیدونم ویزا رو برمی‌داره اینا خیلی سخت گیرانه‌تر از یه جهت چون الان کامل اطلاع داره که کی کجاست برای چه بازی نمیدونم فنایدی نامبرش چیه تمام ویژگی های کسایی که اومدن توی روسیه رو اینا دارن و کارشون هم دارن خیلی سریع و درستوی انجام دیگه کوادرادو فالکاو کارلوس باکا مینا مینا بارسلونا پلیر
اسپینا اسپینا دقیقاً یو فرام کولومبیا نه مدن فرنگی بگیرن یو فرام ایران یو نو پلی انگلیش نو انگلیش نیه بعد اینا سپردن به یه مترجمشون که انگلیسی بلده تا اونم انگلیسی بلد نیست کولومبیا کولومبیا این موقعی که شما هیچ کنون زبان هم دیگر متوجه نمیشید رایش این رفاقت How are you? Where are you from? Nepal Nepal! از نپال هست ایران, yes How do you know? I know from your language آها ببین فهمید ایرانی هم میگه من کجا فهمید من یه هموطاقی ایرانی دارم فهمیدم آقا اینا راضی باشید نپالی هن ولی بلیت بازی ایران پرتغال رو خریدن You wanna support Iran? Promise me میگم آقا قول بدید که ایران رو تشویق کنید بازی ایران و پرتغال کار دیگه که داریم انجام میدیم هوادار داریم جمع میکنیم دو تا نپالی اضافه شد How are you my friend? Where are you from? Indonesia Indonesia از اندونزی اومدن Mr. Henry Chandra yes. Henry And which ticket you bought? ایران؟ Yes آقا یکی دیگه پیدا کردیم بلیت ایران داره بلیت بازی مراکش و ایرانه و قراره که ایران رو تشویق کنن You wanna support Iran? Promise me. میگه من دوست دارم اینو میگم قول بده ایران تشویق کن. یکی دیگه پیدا کردیم غیر از ایرانی هم میخواد ایران تشویق کنه. اینجا اگه عکس هم نگرفته باشی همینجوری جدی شیک وای میستی یه دقیقه عکستو میگیری و آی دی تو صادر میکنه. Where are you from? Australia. Australia. Nice. You're from Iran. Where are you from? Iran. Iran. Yes. We're going to the game. Yes, yes. We're going to watch Iran playing Morocco. But yeah, you have a ticket? You have ticket. آقا دو نفر دیگه که بازی Oh, nice, nice. Wonderful. بازی ایران و مراکش و بلیتش رو دارن و قراره بازی رو ببینن. And you want to support Iran or Morocco? We don't know yet, but now we talk to you, we'll talk Please, Iran. Promise me. Promise me. All right. Thank you very much. میگن آقا به خاطر شما ما ایران رو تشویق کنیم. الان قول میدم. خب 2-0-2-18 منتظر شما هست. خیلی راحت پیامک خودتون رو بفرستین. انتظار دارین تیم ملی چند امتیاز بگیره؟ نه که پیش بینی می‌کنید. انتظار شما از تیم ملیمون چقدره؟ اگر میگین که یه امتیاز یک رو بفرستین، دو امتیاز دو رو بفرستین، شش هم که صفر امتیاز هستش. دوستان که الان پیامک بفرستن، همه از اونایی که انتظارشون رو از تیم ملی اعلام کردن از طریق سامانه 780 که میشه حامی برنامه 2018 که در کنار ما هستن توی اعلام جام جهانی ان شاء الله یک دستگاه اتومبیل 206 رو قرعه کشی میکنیم و تقدیمشون هم خواهیم کرد ستاره 780 مربع رو که بگیرید به راحتی از طریق این سامانه میتونید کارت به کارت داشته باشید خرید شارژ داشته باشید و اتفاقات روزانه مثل پرداخت قبوض رو هم از طریق 780 انجام بدین ضمن اینکه اپلیکیشن روبیکار رو هم از طریق ستاره 780 مربع میتونید دانلود بکنید اپلیکیشنی که اخبار اطلاعات فیلم گالری عکس و کلی اتفاقات جذاب رسانه‌ای رو ایام جام جهانی برای شما رقم خواهد زد. پس هم روبیکا و هم 780 رو به خاطر بسپرید. الانم که اون پیامک برگشتی برنامه 2018 میاد تقدیم شما علاقمندان فوتبال میشه. یه دانلود اپلیکیشن خواهید داشت به جام به عنوان جام 21 که میتونید اپلیکیشن رو دانلود بکنید و برای اون داستان پیش بینی بازی ها که ان شاء الله از پنجشنبه راه میفته خیلی ما میتونه اپلیکیشن هم کمک بکنه. جام 21. حالا بعدش گوشیدم نشون بده من بعد از اینکه جام 21 که بعدش که دانلود کردید چه جوریه؟ کارایش از برنامه چهارشنبه شب ما سوال پیام کوتاهمون در مورد بازی روسیه و عربستان دیگه میریم دیگه همه بازی‌ها رو تک تک شما میتونید پیش بینی کنید هر بازی یک آخه آخه درست شد دیگه من اصلا گفتم اصلا 6000 اپلیکیشن رو فقط 6000 نفر تا حالا نصب کردم میتونه حالا در راه‌های مختلف و جاهای مختلفی که اون اپلیکیشن دانلود میشه برن ضمن اینکه اس ام اس برگشتی هم لینک شما 3 4 روز می‌ذاریم برای شما 1,20,000 نفر شرکت کردن و بله چهار امتیاز گفتن علی آقا با اجازه شما گفتن 4 امتیاز میگیریم 32% گفتن 4 امتیاز بعد 19% گفتن 1 امتیاز قرعه کشی بین همه انجام میدی 15% گفتن 3 امتیاز بعد 2 امتیاز و 5 امتیاز و بیشتر 9% گفتن 5 امتیاز هم امشب انجام میدیم نه دیگه فردا شب دیگه میخوای فردا شب میای شما نه من فکر کنم برنامه خوبه من عشب میام آخه کجا میدونی آخه راست گفتم
بین همه انجام میدیم. اینه که گفت انتظار داری میفرستم بقول کشون انجام میدیم. علی آقا گفتی 4 امتیاز؟ نه خیر، دو امتیاز. اول یک امتیاز. دو تا بزرگ. یه دونه یا دو تا. یه دونه یا دو تا. شما چی آیه ماجرانی پیش بینی شما انتظار شما تیم ملی؟ من فقط مراکش رو گفتم سکو پرتابه. مراکش پاس بعد بچش کنیم شانس دور دوم رفتن. آقا فردوسی من متأسف امتیاز میگیریم مراکش. من اول نگفتم آقا شما گفتید سایز من لارج آقا یادتون نره. پس من رنگ و اینا هر رنگی نمیپوشم. اینا من یکم هر رنگی که دوست داشت سلیقه‌ام خیلی سلیقه‌ام خاص چون تو نسل اون چیزا نبوده قشنگ واسه خیلی خوب رنگ می‌خوام لباس بگیرم رنگ چه رنگی آره میگم بهشون بعدا حالا چیز میکنم خب بریم چرا چرا هفته داشتیم ما پنالتی دادیم آقای ماجرایی خب داستان چی بوده اینقدر نه یه مقدار من فکر میکنم که مثلا 4 تا پنالتی تو 3 تا بازی دو تا پنالتیش فکر میکنم درست بود مثلا پنالتی که با هلند گرفت کرکوب پشت 18 متر بود خودش پرتاب کرد جبه پنالتی داور سنگالی پنالتی گرفت یا روز بازی پرو این کار رانه. انجام شد پنالتی گرفت و داورها یه مقدار نه ای که بگیم الان بعد چندین سال از 78 تا الان گذشته بگیم بانه. مثلا حق ما رو خوردن یا نه ولی به هر حال با انصاف کار نکردن و درسته. پنالتی میتونست پنالتی نگیرن این حالا یه سوال رو علی آقا بپرسیم خداییش راستش بگی یواشکی بگی علی آقا اهل باند بازی و اینا نبود که بذار راحت بگه یه نگاهشم نکنید این وقت من نگاه نمی‌کنم بفرمایید علی فقط بازیکن‌ها موقعی که کمبودایی در تیم ملی بود همه توقع داشتن که علی مدافع بازیکناش باشه و علی هم میومد با من صحبت می‌کرد درباره کمبوداش تا اونجایی که امکان داشت رفع کمبودا می‌کردیم علی یه رابطه پل ارتباطی بود بین بازیکن‌ها و کادر فنی و این کارو خیلی خوب انجام میداد و حالا یه چیزی که علی داشت همیشه دوتا آدم باید دم اردو باشن ببخشید من آقایونه که میگم علی آقا بفرمایید چی شده؟ برای خنده باید دوتا علی همیشه دم دستش بود چی بود؟ دوتا نه خب واقعا دو تا چی؟ بله وقت گذروندن دو تا بودن مثلا یا یکی دو تا همیشه آه سرگرمشو میکردن آره مثلا آدم هایی بودن که علاقمند بودن میامدن علی هم دوستاشون ها تو اردو باشن البته آفرد تور من اعتقاد دارم که کاپیتان اصلای دست مربیه یعنی باید اینجوری باشه که هر مشکلاتی پیش میاد بره و مربیش در میون بذاره و تو اونجا که الان که خب همه امکانات هست زمان ما یه خود از الان امکاناتی خیلی در مضیقه بودیم خداییش حالا هشمت ها خیلی زحمت میکشید برای ما خب ولی امکاناتی مثلا ما کفش اونو مثلا بعد آدیلات میمد توی جام جهانی اونجا به ما کفش میداد ما اینجا کفش خودمون حالا آقا ماجره میجا نشستن خودمون بعد تهیه میکردیم گاهی گدار هشمت خان الان هم از رفیقاش 30 جفت 40 جفت کفش تایگر میگیره میدونه بچه ها بعد آقای فردوسی مثلا ما ها هر جا میرفتیم بازی میکردیم اول قط و قواره فوتبالیست ها رو نگاه میکردیم بعد کفش هاشون رو نگاه میکردیم همین هلندی که ما بازی داشتیم وقتی اومدن بریم تو زمین توی یه راه رو بوده اینا استکایی که اینقدر ما همه یکی تایگری که اینقدر خب همین خودش علاوه روحی خیلی تاثیر داره رو بازی کردن بچه ها. برای این بود که یه مقداری من میگم اگه امکانات بود اینجوری مثلا کفش های استوی هر فوتبالیستی الان 10 جفت کفش استوی داره اونجا این نوه ما الان 20 جفت کفش استوی داره اون بغل ولی الان ما چی ما یه جفت کفش تایگر داشتیم و بازی میکرد امکانات اینجوری نبود مثل الان اگه بودی امکانات من فکر میکنم زمان ما میتونستیم همون گروه هم بیان بالا پاداشا چی بود؟ پاداش اینا آقای ماجرانی یه دونه تایگر میداد به من دلار پر منم تو این کیسه چیزی که کتلت می آوردم میپیچیدم شبا میدیدم زیر سرم تو خارج و نه تو تهران میدیدم زیر سرم بازی مقدماتی که اول شدیم توی سنگاپور آقا ماجرانی اومد روی یه کاغذ نوشت یه تو تایگر دلارها رو نوشت و به کی اینقدر بده به کی اینقدر بده از فرداش هم با چهار روز مثلا خب قهرمان شده بودیم دیگه چهار ما از ساعت 6 صبح این بچه‌ها در می‌زدن که دلار ما بود ما بزن بخوابیم اقلا بعد در می‌آوردیم مثلا می‌بینیم فلانی چند دلار بدیم
آقا مهاجری اگه هدر خودش خارج میکرد مینداخت گردن من تا صبح بعد این دلارا رو میپاییدم. حالا غیر از دلار چند دلار آقا فردوس 7 تومن الان 7 تومن فرقی نکرد دادم زنفروش آرهش فرقی نکرد دقیقاً به خصوص که علی آقا تو صبح هم همیشه بغلش بود و موزه اونا می بوده 70 برابر شده. من یادم آقای عادل خان یه شب مهمونی بودم مهمون بودم شرفی هم مرخصی بود علی گفتم بشین تو اتاق من مواظب باش من در بود یک کلی آمدم دیدم علی بند خدا همونجا نشسته که بازیکنها رو کن خودش نخوابیده بود که کنترل کنه بازیکنها رو واقعا خیلی کمک میکرد علی و قدرت رهبریش خیلی بالا بود علی آقا با این جذبه و اینا چون الان هنوز اون موقع از هواپیما میترسیدید سال 1978 مجبور بود اون سواب شده باید سواب میشده دیگه الان میگن با آی تاج چه کجا میفید مالزی میرفتید اینا آقا با تاج چیزی مالزی تو دبی که هواپیما نشست یه ساعت صبحونه بخوریم اومدیم سوارشیم آقا تاج گفت علی یه موتور هواپیما خرابه گفتم آقا تو رو خدای افرازه من برمیگردم آقا گفت نه بابا شوخی کردم آقای فردوسی بود سوار شدیم رفت رو بانک بلنشه یه ها گفت به علت نقص فنی برمیگردیم آقا ما رو میگیم آقا ماجرایی اومدیم یه ساعت نیم دو ساعت واستادیم نقص به حالا گفتیم آقای تاج خدایی نکنه یه دوباره خراب شد رو هوا بالاخره الحمدلله سعی استفاده کردیم حالا اشمت خانده شد آقای فردوسی کی سر نترسه حالا دوست داده که ایشون خدا نکرده با همون اتفاق تعریف کرده دیگه بس عاشق سقوطه نه اصلا ما خیلی جذاب سقوط با هواپیما جدی میگم من عاشق سقوطه آها سقوط دوست نه سقوط با هواپیما خیلی مرگ راحتی احساس میکنم یعنی مثلا میخوای تق تمام حتی این قدم تق نیست خدایی نه ایریس آقا بگم مثلا چرخ هواپیما باز نشد آقا فردوسی پور خدای نکرده مرد میشه همچی دیگه آخه نه دوست دارم یه جایی بخوره به سقف گفتم تق گفت دیگه تق بخوره به جایی همه میترسن آقای احمدی علی آقا الان کیش نرفت به خاطر البته این برنامه من نذاش من خدا پدرت بیام حضور ما فردا بخوام آقا فردا بهت بگیم برید اصلا گرمه بزن تمام بنده خدا علی اشمت خان داشتم من پریروز همین زنگ میزدم که از سفر اومده زنگ زدم به اشمت خان بعد دیدم صداش تو هواپیما گفت من تو هواپیما هنوز بعد توی از دبی میومدید از دبی میومدید از دبی میومدم بعد تو راه که میومدم برای اینکه شما جذاب بشه براتون یه پرنده مثل که میره تو موتور هواپیما بعد فرود استرالی میکنه تو فرودگاه مهرآباد بعد از فرودگاه مهرآباد چقدر تازه بنزین هم داشت تموم میکرد من بودم تکه کرد نه خیلی بد بود پرنده اوکی برای شما اومد خدا نکرده نه همه یه زب نه اون نه با خدا نکنه ماشاءالله جوان با این خوش تیپی با این با کی هستی؟ هنرمند با شما ماشاءالله با یا علی با این کار بلدی وقت خودت دعوان اندازه آقای خیلی اتفاقا علی آقا پشت ما داشتیم شما بخشی داشتین تماشا می‌کردین گفتن که خیلی دوست داشتین که تو این نسل مثلا شما یعنی الان مثلا شما جوان بودین جوان اینا ولی گفتین که الان مثلا ما ارزه حیف که مثلا ما اون نسل مثلا ما بودیم و کاش الان تو این دوره ها مثلا ما می بودیم جوان بودیم دیگه ما هم جوانیم رو گذروندیم دیگه با یه آقا ماجرانی خاطراتی داشتیم تمام سفرها تمام مسافرهای اردوها یه ما چه روز ما تو این دهکده المپیک هیچ ساختمونی آقای احمدی نبود فقط دهکده المپیک ساختمون بود به خدا زن بچه ما میمدن بیرون ما بعد نیم ساعت اجازه داشتیم بریم اونا رو ببینیم یه بازی داشتیم اونا فقط با استرالیا مثلا با کره یعنی اینجوری بود شرایطمون یعنی تیم آقای اشمت خواه وقتی میبرد تو اردو تازه آقای فردوسی پور آماده میکرد برای بازی یه بازی مثلا مثل الان نبود که لیگمون اینقدر منظم برگزار بشه بازیکن‌ها تو دل لیگ در بیاد ما به این سال پیامک رو ببینیم یا 30 ثانیه دیگه برمیگردیم در خدمتتون ادامه میدیم انتظار دارید تیم ملی تو جام جهانی چند امتیاز کسب کنه؟ یک امتیاز دو امتیاز سه امتیاز چهار امتیاز پنج امتیاز یا بیشتر شش صفر امتیاز عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 2302018 ارسال کنید
بله، ما بگم خدمتتون که هم میتونید از طریق سوال اس ام اس شرکت کنید، هم میتونید اپلیکیشن جام 21 رو نصب کنید که تا الان اونایی که iOS داشتن 4000 نفر نصب کردن، اونایی که اندروید داشتن 81000 نفر نصب کردن. این میتونید نصب کنید طول جام جهانی، خیلی به درتون میخوره، میتونید شرکت کنید در مسابقه پیام کوتاه ما. یه سری آمار بزنیم، آمارمون یه دفعه یک ساعت اول اختلال داشتیم، یه دفعه الان شد 1,100,000 پیام دریافتی که بله این هم وضعیتی که همون 4 امتیازو گفته از همه بیشتر هم بیشتر هم شد تازه اون 32 خورده شد 33.1%. آره ما حالا بعدش رو گوشی ما مرزا مفصل‌تر میگیم دوستان، مفصل چون الان میتونن از اپلیکیشن خیلی راحت‌تر بازی رو پیش‌بینی بکنن و ما دیگه رسماً کارمون برای پیش‌بینی بازی از پنجشنبه شروع میشه. الان فقط در مورد انتظارتون از تیم ملی بگین که چه انتظاری ازتون دوست دارید، یعنی فکر می‌کنید می‌گیره و انتظار دارید که بگیره. بعد دیگه حالا شواهد دیگه هم همینطور از پنجشنبه که دیگه بازی افتتاحی ازش ما رسماً میریم سراغ اون داستان پیش‌بینیه و توضیح در مورد تیم‌ها که گل مثلا تیمی که اول هستش تعداد گل‌هاش رو یه عدد بفرستین، تیم دوم یه عدد، ماجراهای 2014 دوباره تکرار بشه و 2014 و هستیم همراه شما. یه سوال رو از آقای ماجرانی عزیز بپرسیم. آره بخواب بالاخره نگفتی که اون زمان حالا حاشیه بوده یا نه، توضیح دادین بازیکنی بوده که فکر می‌کنین که واقعا تو فوتبال ایران حقش بوده به جام جهانی بره، جام جهانی رو ببینه اما نتونسته ببینه؟ چرا مثلا عادل خانی میتونست همراه ما باشه؟ عادل خانی البته ضرب خورد ولی همزمان در بوندسلیگای آلمان بازی میکرد، یادم نیست کدوم باشگاه بازی میکرد، ولی نامه نوشته بود فدراسیون فوتبال طلب نمیدونم 1,000,000 مارک کرده بود، ولی اون بودجه رو ما نداشتیم، در اختیارمون نبود که بخوام بدیم به اون باشگاه که رضایت نامه آقای عادل خانی رو بگیریم. ولی صلاحیتش داشت، خیلی هم خوب بود عادل، و مضافم اینه که ضربم خورد، ضرب خوردگی پیدا کرد و شاید الان به خاطرم نباشه، ولی به طور کلی عرض کنم که در هر تیمی که شما اعزام کنی حتما یه مشکلاتی هستش، یه تعداد بازیکن‌ها هستن خودشون رو حق استحقاق میدونن که بازی کنن. نمیگم که مثلا فرض کنم به راه و روش من نمیخورده، ولی به هر حال محدودیتی هم مربی داره. مثلا من یه تعداد بازیکن‌ها رو بردم با خودم آرژانتین برای آینده فوتبال، بله، مثل پنجلی و مجد تیموری اینا رو میدونستن که بازی نمیکنه، من آوردم برای آینده فوتبال، چون تشخیص دادم که اینا بازیکنایی هستند که میتونن در آینده مورای خوب برای تیم ملی باشه. پنجلی دیدی تا کاپیتانی منتخب آسیا هم رفت و این از آدمایی بود که مثلا برزگری میتونست همراه ما باشه. برزگری بسیار بسیار بازیکن خوبی بود، علی آقا میدونه این قزال بود، تکنیکش خیلی خوب بود، دان روی مربی انگلستان اینو خیلی میپسندید. بازیش دیده، بازی برزگری فیلماش دیدم، نه سنم خیلی. دان روی مربی انگلستان که آمد مربی النصر شد، اینو اصلا عاشق این بود، اینو آوردش النصر کلاب، خیلی بازیکن با کلاس خوبی بود، خیلی خیلی خوب بود، یعنی کنترل توپش، هدایتش، حمل توپش زیر فشار، خیلی بازیکن‌ها هستن که مثلا حمل توپ زیر فشار اون قدرت ندارن، ولی این واقعا با تمام وجودش توپ حفظ میکرد و پاس خیلی خوب بود. من همیشه شاید به خودم گاهی اوقات که تنها میشم عادت ندارم با گذشته زندگی کنم، من میگم از گذشته باید تجربه بیاموزیم. من تجربه من مثلا میگم اگه الان مربی بودم برزگری باید با من همراه باشه. شما الان چند سالتونه اشرت خان؟ جان چند سالتونه؟ به نظر 72 مثلا 4. نه بزرگترم من. 78. هم بالاتر 79. ماشاءالله ماشاءالله بزنید. نزدیک شدم من. به طرف ما پیر شدیم آقا، رفت دیگه. نصف عمرمون تو فوتبال رفت. الان هوس نمی‌کنی مثلا جان توشک اومد مربی کنه، وینفرد شفر رو می‌بینید مثلا مربی حالا سن و سال نزدیک، هوس نمی‌کنم من برگردم. ببین آقای آدم، من 20 سال پیش مربیگری کنار گذاشتم. 26 سالم بودم فوتبال کنار گذاشتم. یعنی یه تصمیمی گرفتم، عصبانی شدم، یه تصمیم غلط در یه موقع غلط. الان فکر میکنم که خب حالا مثلا 22 سال قبل که من مربیگری کنار گذاشتم، چرا کنار گذاشتم؟ حالا ملی جایی نباشم میتونم باشگاه که کار بکنم دیگه، میتونم یه باشگاهی که بگیرم. یه تصمیم غلط در یه زمان گرفتم، عصبانی بودم، گذاشتم مربیگری کنار گذاشتم. بازیکنم هم همین بود، کنار گذاشتم. پشیمون یکم زود گذاشتی کنار.
جان پشیمونه دیگه کم زود گذاشتید کنار. آره آره پشیمونم تو میتونستم آخه چون من مثلا فرض کنید 64 5 سالگی مربیگری آره. کنار گذاشتم و تازه صاحب تجربه شده بودم. من موقعی که رفتم امارات تیم ملی امارات گرفتم، البته تیم ملی امارات که 90 ایتالیا ورلدکاپ رفت همه بازیکنان من بودن. تا دو ماه قبلش هم بین من و کارلوس آلبرتو بود که کدوم یکی ما تیم ببریم و کارلوس آلبرتو بود و نتونست یه بازیکن از تیم من تغییر بده. به طور کلی میخوام بهت بگم من در منطقه رفته بودم اونجا در محاصره مربیای برزیلی بودم، یعنی تله سانتانا بود، اوریستو بود، کارلوس آلبرتو بود، زاگالو بود آهنگه. و فقط کوبد لوبانسکی دینامو کیف داشت، مربی تیم ملی دینامو کیف. و خب باید مطالعه میکردم و خیلی مطالعه کردم و تا موقعی که زاگالو هم مصاحبه کرد گفت تا مهاجری در منطقه است ما برنده نداریم. علی آقا شما چی پشیمان نیست؟ زود بود الان راضی است؟ خوب بود؟ به نظر من آقا دیگه بید آقا فرزد تو یه زمانی آدم کشش داره، تو یه زمانی هم نمیتونه دیگه. حسرت نداره که تیم ملی زمانی که شما مربیگریش رو به عهده داشتی به جام جهانی نرفت؟ چرا خیلی حسرت میخوره ولی راهی نداره. 94 تیم خوب بود، اصلا یه تیم عجیب گلای خوب نبود. میدونی دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که ما تمرین رو تقسیم کرده بودیم. آقای کوماسی 20 دقیقه بعد گرم میکرد، آقای ناصر ابراهیمی 40 دقیقه بعد تاکتیک رو بچه‌ها کار میکرد، نیم ساعت تا 40 دقیقه من قدرت بدنی بچه‌ها. ما زمانی که میمدیم این بچه‌ها، خب یه سری بازیکن‌های ما باستان‌های خود گنده شده بود، مثل مهدی فنوزاده، جواد حسن‌زاده، مهدی ابتهی. تا ما میمدیم اینا رو بدونیم، اسمت خان ناصر بهم میاد میگه هیا دارن قور میزنن و ما خسته ایم، ما به فلان ما تعطیل میکنیم. وقتی رسیدیم اونجا آقای مهاجرانی، ما روز اول که رسیدیم اونجا تیم عراق اومد بره غذا بخوره، همه بازیکن های فرزاد قلمی ترکیه‌ای مال ما همه ماشاءالله چاق و چله و اینا. همونجا من با آقای ابراهیمی گفتم آقای رمیدی ما بد کار کردیم رو این تیم، نتیجه نمیتونیم بگیریم. حالا بعد میگن آقای غلامپور اونجوری گل خورده، اونجوری گل خورده. نه بابا، آقای فردوسی پور هیچ مسائلی اون زمان تو تیم ملی نبود، ایراد از ماها بود، نتونستیم تیممون آماده کنیم. تو پکن تیممون آماده بود، اومدیم راحت قهرمان شدیم، اونجا آماده نبودیم، باختیم. الان فوتبال خارجی میبینید؟ من فقط بازی بارسلونا. کیو دوست دارید بازی؟ مسی رو. بعد کی مثلا شبیه شماست؟ نه بازیشو میگم بابا، بگم برس سال بعدی بابا. نه بازی که شبیه شما سوسن کی میگم این مثل من مثل این بود، شما همه بهتر بودی بلاله. نه بابا ما نجدی آندرسی نیستا مثلا همه آخری بگو راموس، شکل راموس بود سیخی راموس؟ راموس بود. من مثلا رو راموس که گردن کلو بود. من فوتبالیست فیزیکی رو خیلی دوست دارم آقا، مخصوصا آقای فردوس الان دیگه فوتبال شده قدرت. به جای 90 دقیقه شما 130 دقیقه بودوی، به نظر من همه بچهای ما اگر به جای 90 دقیقه 130 دقیقه بودو، من فکر نمی کنم به مراکش بوازن اصلا. یه تپه دوم یعنی اعتقاد دارم چون هر تیمی یه وزن فیزیکی داره، یه وزن حرکتی داره. این وزن حرکتی باور بکنید بدون اغراق میگم، در 2010 بازیای جام جهانی کارشناسان اینو مطرح کردن که وزن حرکتی تیمو، اگر هر فوتبالیستی 8 کیلومتر بدوی وزن حرکتی اون تیم مثلا میشه 80 کیلومتر، اگر تیم مقابل شما هر بازیکن شما 9 کیلومتر بده 90 10 کیلومتر وزن حرکتیش بیشتره یا وزن فیزیکی بدنش. و اینو باور کنید ما تمام مربیای پاس که بعدا مربی تیم ملی شدن اینو در اون موقع مهدی اسداللهی خدا بیامرزش به ما میگفت، واقعا یادم همه بازی و هیچ مکتبی هیچ باشگاهی به اندازه پاس مربی تیم ملی نداده. پاس رو دیدید چه نابودش کردن، دیدید چه بلایی سرش آوردن. حساب کن فوتبال خارجی میبینید؟ فوتبال خیلی نه خیلی کم میبینید.
چون من شبا زود میخوامم بازی خواست شما بردی دست دو دیگه بردی دست سه من بردم من بدبخت دیگه خودم رو کشتم یعنی قشنگ نصف موام سر این انتقال این تیما سپید کارات خیلی خوب آقا جدی با یه تعریف کردی از ما بالاخره نه به قرآن اصلا برنامه خیلی قشنگه فقط اگه اون دعوا رو نندازی خیلی ما بعد بریم یه بخش راجع به تیم ملی پورتو فقط بگم آها الان آمار کسایی که اونایی که iOS دارن اگه نتونن یه بار دیگه الان تلاش بکنن دیگه میتونن آره دست iOS بعد دیگه برگشتن دیگه واقعا تازه قشنگ چون اونا iOS یکم مشکل داشته نصبش الان دیگه درست شده میتونن چون نزدیک 100 هزار نفر فکر کنم الان اندروید نزدیک 5 6 هزار نفر بیشتر iOS نتونن یه ذرم خب سرعتش کم بوده آره. دانلود اما الان دیگه آره زیان میتونه دانلود ما یه گزارش اختصاصی هم امشب فردا شب و پس فردا شب از سه تا رقیب کشورمون داریم در رقابت‌های جام جهانی امشب سراغ پرتغال رفتیم گزارش اختصاصی با تصاویر اختصاصی که بچه‌ها رفتن در پرتغال برگرفتن و با هم می‌بینیم و برمیگردیم یه بار دیگه سوال پیام کوتاه پخش می‌کنیم دیگه این دفعه مارزا کامل توضیح میده راجع به هم سوال پیام کوتاه هم راجع به مسابقه و اپلیکیشن ما. هزار ذهن خود را نابغه می دانند. درست مثل من. با همین یه سطر از شعر فرناندو پسوا میشه کشور پرتغال رو کاملا توصیف کرد. آدم های باهوشی که کنار هم بین ترامواها و ساختمون های قشنگ زندگی می کنند و رویای فتوحات بزرگ رو می سازند. قهرمانی دو سال قبل یورو باعث شد پرتغالی ها به جز توپ طلاهای اوزبیو، فیگو و رونالدو یا افتخارات مورینیو تو کشورهای مختلف یه تیم واسه افتخار کردن داشته باشن. یه تیم که اونا رو واسه اولین بار قهرمان اروپا کرد و تصویر آدماش تو خاطرات و روی دیوارهای لیسبون حک شد. البته مردم کشور انقدر باهوش هستن که نقش شانس تو قهرمانی یورو رو فراموش نکنن و به این جام بیش از حد امیدوار نباشن. Primero español, es para lamento y me estar dizer e todo dizer aquilo que é verdade, aquilo que eu sinto. Temos uma boa equipa, grandes jogadores, só que pena que não conseguimos fazer dessa grande equipa chegar muito longe. Chegámos longe o último, só que não foi satisfatório. A seleção campeã europeia tem probabilidades de ir muito longe. E, aliás, é uma seleção muito forte a seleção portuguesa. É a melhor seleção que vai estar no Campeonato do Mundo. Foram bem escolhidos. Os 23 estão bem escolhidos. Há dois ou três que podiam estar, há dois ou três que... بین همه پرتغالی‌های باهوش، سانتوس از بقیه بهتر اوضاع رو می‌شناسه. اون میدونه که تلاش برای شکست اسپانیا عاقلانه نیست و بهتر تمرکزش رو واسه صعود روی دو رقیب بعدی بذاره. Sabendo que esse primeiro jogo é jogo de grande importância, porque temos também dois adversários fortes para frente, porque quer o Irão, quer o Marrocos, é preciso não esquecer que são duas equipas que terminaram a sua classificação sem nenhum gol sofrido. Isso diz bem do seu potencial. Aquilo que têm demonstrado também, em particulares com equipas europeias, têm mostrado grande qualidade. Com a particularidade do Irão... Portugal haven't got a very good in against Spain, but then the other two teams, Iran and Morocco, most people thought that was a good draw for Portugal, and they had very good chance of making progress to the knockout round. But as the time's gone by and people have got to know a bit more about Iran and Morocco, I think people realise that they are going to be two very tough games as well. If Morocco não serem seleções em termos de ranking, em termos de nome, tão poderosos, mas trabalham tão bem como os melhores e têm tantas condições para nos ganhar como nós temos condições para ganhar a eles. E isso é sempre, vai de encontro àquilo que eu dizia. Humildade é sempre bom ter perante este adversário. شاید بزرگترین موفقیت سانتوس این بوده که بازیکناش رو از رویا پردازی جلوی اسپانیا به واقع‌گرایی و تمرکز روی ایران و مراکش رسوند.
Eu acho que sim, eu acho que a Espanha não precisa de apresentações, depois tanto Marrocos como Irão tiveram qualificações relativamente fáceis, são duas seleções muito fortes. بردن تو آخرین بازی دوستانه پیش از جام جهانی جلوی الجزایر روحیه پرتغالی‌ها رو بهتر کرده، اما اونا میدونن که اوضاع به خوبی قبل نیست. ستاره‌های جوان تیم یورو با انتقال‌های بد افت کردن و اون درخشش سابق رو ندارن. از 6 بازی آخر آمادگی جام جهانی هم پرتغال فقط 2 تاش رو برده و این بار برخلاف یورو نمیشه با 3 مساوی از گروه صعود کرد. We need to play better than in the stage group when we played in France, because as you remember, in France we were qualified after 3 draws. So and because we were one of the best 3 teams that qualified for the next round. But here only 2 teams are qualified for next round. So I believe and I'm sure Portugal must be better than was in France. Since then, things haven't gone quite to plan. A lot of these players have had some difficult time really, especially this last season. A lot of the players haven't played much. They've moved to new clubs like Andre Silva, he hardly played at all in Italy. Rafael Guerreiro, he had a lot of injuries during this last season. He hasn't played very much. 3 تا از دفاعی پرتغال هم روی هم 105 سالشونه و از حالا بزرگترین نگرانی اونها و دلخوشی حریفاشونه. Almost everyone is unanimous about this. It's the center of defense, where we have Bruno Alves and Pep and Jose Font, three central defenders who have been tremendous servants for Portugal. They've had fantastic careers, but they're probably on the downward side of their careers at the moment. So there's lots of question marks about centre back. همین مسائل انتقادها از لیست فرناندو سانتوس رو به اوج رسوند. Eu tenho uma confiança absoluta neste plantel, da mesma forma que tinha uma confiança absoluta no plantel que disputou o Campeonato da Europa 2016. Agora, Portugal, 100 anos, nunca foi campeão de nada, não ganhou nada. Quem foi campeão europeu pela primeira vez? Com aquele plantel, foram brilhantes aqueles jogadores. Tomáramos nós, todos, que nos próximos 100 anos a gente possa ganhar mais algumas vezes. E eu gostava muito de ser eu também ainda a ganhar mais alguma vez, não é? But I think overall, in terms of the squad and the number of players available, high quality players available, it's probably one of the strongest groups that Portugal have ever had. And so that's why players like Renato Sanches and Nani have been left out. It's also interesting that Fernando Santos himself, he did say that he doesn't choose his squad on sentiment. مجموعه فوتبال سیتی در غرب لیسبون خونه جدید تیم ملی پرتغاله. کمپی مجهز با زمین‌های تمرینی متنوع که قرار امکانات پرتغال رو در سطح رقباش تو جام جهانی بالا ببره. پرتغالی‌ها تو این کمپ دارن یاد می‌گیرن تا به جای یاران رونالدو بودن، یه تیم کامل باشن. As you remember, Portugal won France without Ronaldo. So Ronaldo played only 20 minutes and Ronaldo was our key player in the quarterfinals and the semifinals. I don't see Portugal is only Ronaldo. Of course Ronaldo is very important part of our football. بازی سوم پرتغال با ایران تکلیف حضور اونها در دور بعد رو معلوم می‌کنه. اونا واسه تکرار نشدن فاجعه جام جهانی قبل باید از کیروشی عبور کنن که برای آخرین بار پرتغال رو از گروهش تو جام جهانی بالا برد و خالق نسل طلایی اونهاست. این رقابت هم برای اونها و هم برای کیروش بیشتر از یک بازیه. It's a special feeling. I want to correct the word to play against Portugal. I will not play against Portugal. I'll try to play with Portugal. I'll try to manage one way to compete with Portugal and produce a great football show, entertainment in that game. It will be a lot of fun and joy for me. Thing is an interesting personality, Carlos Queiroz. I think overall people are very they respect him. And his record generally has been very good. Of course, at Portugal, he was well known for being really the brains, you can say, behind the emergence of Portugal as a really strong national team. The so-called golden generation with Rui Costa and Luís Figo. And also, he's known as a very, how can I put this? He's known as a very, I suppose, straightforward, straight speaking man and manager. And there's no questions about his competence. Everyone knows he's a very high quality coach, and so they know that when Portugal play Iran, they can expect a very tough game. Before to go to Iran, he spent one day completely
with me, talking about Iran, about the Iranian style of the life, the country, the people, the facility. And after he accepted the challenge. And now, so 7 years are gone. And now, so 7 years are gone and still there. I believe that Iran in that time could find not only the best coach, but the best man to prepare the future of Iranian football. Because in Iran there is a lot of talent. معمار نسل طلایی پرتغال بهترین تیم آسیا رو ساخته و ایران کیروش خطرناکتر از تیمیه که سال 2006 پرتغالی ها شکسته شدن. مردم پرتغال هم به اندازه قبل از همگروهی با ایران خوشحال نیستن. اونا واسه اینکه طبق برنامه در کنار اسپانیا صعود کنن حق هیچ اشتباهی ندارن. مخصوصا جلوی کسی که خوب میشناسنش و میدونن رد شدن از دفاعش سخت‌تر از نبردهای واسکو دا گاماست. As I told you, it will be not easy for Spain and for Portugal to beat Iran because I can imagine that Iran will be one of the teams with better organization in this World Cup. You can see that they are a very solid team. Most people consider them the best team in Asia. And of course they've got Carlos Queiroz, who will know everything there is to know about Portugal. Everything is possible, so in football the word impossible don't exist. So if you ask me, my wish is to bring Portugal and Iran for the next round. This is my wish. The reality is Spain and Portugal are the strongest teams in the group. The real situation, all games start 0-0, so the chance for all teams are the same. حالا اومدیم تو الان اتران تو هستیم آره توی برو بندر عباس با لنج اشا خب توی ما الان تو الان آنتنیم بندر عباس بفرستید آقای علی آقا رو باید توضیح بدم که ما 7-8 تامی جام 2013 است با گرفتن شما ستاره 7-8 ستاره 5 مربع میتونید اپ 7-8 رو نصب کنید سوال پیام کوتاه که ملاحظه میکنیم ما امشب در واقع امشب یه پژو 206 داریم که فردا در واقع قرعه کشی انجام میدیم در مورد حالا نوع شرکت کردن الان یه توضیح مختصر خیلی سریع فقط بگم که ما یه دونه اپلیکیشن داریم به اسم جام 21 خیلی هم خوشگله خیلی شکیله قشنگ لوگو جام جهانی جام 21 میتونید دانلودش بکنین روی این اس ام اس های برگشتی هم هستش که این اپلیکیشن شما تو قسمت صفحه اصلی که میرین یه تیم قهرمان از شما میپرسه که یه امتیاز جدا داره بعدن شبادی در موردش توضیح میدیم به نظر شما کدوم تیم قهرمان جام جهانی میشه اون قسمتی که حالا تیک خورده دایره تیک داره به راحتی سوال برنامه هر شب ما هست صفحه دوم که عکس جام جهانی است و عکس کاپ هستش بازیایی که از پنجشنبه شروع میشه و بازی به بازی راحت میتونید پیش بینی بفرمایید مثلا روسیه عربستان مصر اوروگوئه روسیه مصر و همینطوری دیگه شب به شب با هم گروه به گروه جلو میریم و بازی ها رو میبینیم از طریق اپلیکیشن خیلی راحت میتونید شما در مسابقه پیش بینی بازی ها شرکت بفرمایید کاملا رایگان همون هزینه پیامک فقط شما میدین و به راحتی میتونید تو برنامه ما هم سهم داشته باشین و جذاب تر بازی ها رو تماشا بکنید خیلی هم ممنون آقا این الان مشتبه محرمی اسمس داده منم بخونم اما گفتم من به خودم مدیون سلطان هستم بعد گفته حشمت خان که جای خود میگه الان هم هنوز هم از سلطان میترسم که باز بهم گیر بده میترسن از شما من امشب بغل من چطور بود افتاری نه بابا بهش گیر داده بود چیکارش کردی خدا از تو ممنونم که این دو بزرگ آقای فردوس بین همه محبت دارم به من اینا همه شاگردای خوبه اما میترسیدن مثلا تصاویری که رختکن شما هست مثلا میرفتید برو سلطانی مثلا این چه گلی بود که یه این هم از آقا مهاجری آقای مهاجری تو رخکم میرفتیم مثلا دو هیچ جلو بودیم تو هنگ کنگ میمد وسط نیمه داد و بیداد که مردم همه چشاشون به ساق پای شما هست این چه بگوتیم اتفاد خواهم ما دو هیچ جلوییم گوه این چه بازی میکنه اینی میرفتیم نیمه دوم دوتا دیگه هم میدادیم میگم که آدم هر مربی بزرگتر خود چه چیزی یاد بگیره ما می بچه ها واقعا به ما محبت داشتن آقای فردوسی پور یعنی یه تیمی داشتیم دهه 60 واقعا مثلا مایلی کهن آقای دادکان پنجلی آقای مشتاق ما نمیشه اصلا اسم آورد یه تیم اونچنانی داشتیم و همه محبت دارن به من بعدم من همیشه با این بچه ها بودم
یعنی هر خدای نکرده هر مشکلی واسه چون پیش میمد هر کاری داشتن با کله دنبال کارشون میدویدم. همون کاری که اشمت خواه تو اردو با اون جوان ها میکرد، من هم این کارها رو میکردم، بچه هم تو زمین چششون رو واسه من میذاشتم. آقای فردوسی بود دهه شصت داوست تو تلویزیون ما سه هیچ جلو بودیم، ما فقط اگر میباختیم به استقلال میباختیم، همه بازی ها رو میبردیم، همش هم این بچه ها بودن دیگه. این مشتاق معروفی، ناصر محمد خانی که اصلا چه فوتبالیست عجوبه ای بود، خوب بازی کنی بود اصلا. یه آقای ماجرانی، من همه جا میگم ما همیشه دعوا داشتیم سر مثلا کی تو بهتره کی بهتره، من ناصر محمد خانی بهترین فوتبالیست ایران از نظر من ناصر محمد خانی. به کلی بازی کن داشتیم که جامعه نزدیستن همه محبت دارن و همه هم بازیکنهای ملی بودن و همه شاگردهای خوب ما و ما افتخار میکنیم به این وجود این شاگرده. شاگردی داشتید که ناخلف بوده باش مثلا مشکل پیدا کرده باشید؟ باید مشکل پیدا کرده مثلا مثلا مهدی هاشمی نصف فکر کنم باش مشکل پیدا کرده بعد دیگه اصلا پیدا نکردم. آقای هاشمی نصف من خیلی دوستش دارم، الان هم دوستش دارم. یعنی آقای هاشمی نصف یه روزی آقای آمدینی گوه علی این 90 100 تومن فتول زاده بهش میده، ما می‌خوایم 10 تومن بهش بدیم. گفتم آقای ما آبدینی بذار بره، اگه قرار 100 تومن بهش بدن خب بذار این بچه بره. من مثلا حالا میونه کلام خودم دارم میگم، من ناصر محمدخانی و حمید درخشان اومدن پیش من وسط مسابقات آقای فردوسی بود، گفتم ما می‌خوایم قطر 4 میلیون به ما میدن. گفتم همه الان بگو من برم براتون بلیط بگیرم جفتتون بدید. گفت علی آقا بازی‌ها چی گفتم تو بازی‌ها کاری نداشته باش. آقای هاشمی نصف من گفتم آقا بذار بره آقای آبدینی، رفت با همون 10 تومن آقای احمدی یه خونه تو کرج خرید بلد. که الان هنوز توی زندگی میکنه آقای ماجرانی، 3-4 میلیارد پولش الان، ما بهش 10 تومن میدادیم. بعد یه جلسه گفتم خونه آقای معلوجی که این نره و این، گفتم آقا بذار بره. چرا نره؟ 10 تومن شما داری میدید، ما 100 تومن دارم فتوله داده بهش میده. این هم داستان آقای هاشمی نصف. خیلی هم من دوستش دارم، یه بچه یه با معرفته. ببین آقای فردوسی هر کی میره مثلا تیم ما مصاحبه میکرد و دو تا حرف بالاخره میزد، ولی این یک کلمه حرف نزد وقتی رفت. یه فقط فکرم از اون خوشحالی بر از گلش ناراحت شده بود اینجا زده. حالا دیگه اونم به اتفاق دیگه قش کرده افتاده، شما بندی دار آدم قش کنه. خب چی بگیم؟ میگیم آقا خوب کاری کردی. آیا ماجرا شما چی؟ بازیکنی بودی که یه ذره بازیکنی بودی که شیطنت می‌کرده یه ذره به قول من دیگه غیر از شما؟ نه من اگه بازیکن من شکایت می‌کرد یا چیزی می‌خواست طلب می‌کرد اونا یاد گرفتن فهمیده بودن میامدن پیش علی میامده من میگو آقا این بازیکن اینجوریه وضعیتش خوب نیست اگه میتونی کمک کنی بلا، چون همش به یه چش نگاه کرده بودیم اختلافی نبود و که بین بازیکنها که بعد نتونیم، یعنی اینقدر قدرت کنترل بازیکن داشتیم که بی انضباطی نکنیم. کلا همیشه علی آقا خط میشده، کتلت ها، پاداش ها، دلار ها، کفش ها، آره همه کار تیم بود، همه کار تیم شما بود، یعنی همه چی شما ختم شده دیگه. ما از تای دست و ما هم میشستیم، کسی هتل نره، کسی از هتل بیرون نره، شواد آقای ماجر این آجانا ما رو میتوش در بده هتل دمه دکده المپیک هتل نمیرفت، ما دکده المپیک میشستم تو هتل جای اشمت خان، اشمت خان ده و نیم یازده میرم ما میشستیم موزم میپاییدیم تا ساعت 1 و 2. کسی نسید که نگم خراب بود، نگم مثلا هر شب میسید که من میرفتم بیرون، نه بیرون میرفت خونه، من یه دمه دو دمه آقا میرفت خونه، نه که جایی من میسید که الان انداخت کردن من گفتم هر شب اردو ترک میکرده میگه هر شب باش بخواب میرم من میرم علی آقا زیر سیبری در میکردین کسی و سامون موقع بگه علی آقا بذارم برم امشب بیرون حالا تا آقای ماجرانی آقای احمدی تو کار مربی گیریم. حالا یه چیزی میخوام به شما بگم، شاگردهای ما همه‌شون گندن. وقتی من اینجا تو هتل میشستم هیچکی ببخشین از جلوی من رد نمیشد، همه جرأت نمیشد، میترسیدن دیگه، نه بترسن احترام میذاشتن.
قبل شاگردای بزرگی داشتیم ما. الان مورد داریم نور دیگه. بله شاگردات هم دوباره اومدن. آره نه. حامد کاویان به گفت آقای احمد علی آقا میگه من تو رو دوست دارم به من فوش میدادم. آره. این حامد به من گفته رو تیم نمیذاشتش. با کاوه. آقا دیگه خوبی چرا فوشش میدادی بعد؟ دروغ میگه آقا دیگه دروغ نمیگه. نه فوش که میدادید ماشاءالله. فوش نه. فوشای رو تیم نمیذاشت. ادبی زیاد. ادبی فوش ادبی؟ ادبی. یعنی یه فوش ادبی به فوش ادبی چجوری فوش میزنه میشه خب نمیگه مثلا خدای پلاکی کی حالا میان الان دیگه بعضی اون دیگه نه میگه که بخصوص بر از یک کریم باقری مثلا برگشت بود آقا کریم از آلمان برگشت بود شما بیشتر مثلا حامد کاویان پور مورد لطف و عنایت قرار میدادی نه کریم باقری و فوتبالش حرف نداشت آقا بابا هنوز شوت میزنه هنوز هنوز تو سن 40 چند سالی شوت میزنه اصلا اونم بهتره خدا خیلی خوبه اون فوتبالیستای آقا 98 داشتیم آقا الان تیمای جام جهانی مختلف اون 78 98 2014 2006 2014 و 2014 کدوم تیم بهتر بود به نظرتون به نظر خودم آقا 98 98 همه بهتر بود پیش بخون شما 98 میگه از 78 هم بهتر بود از خود علی آقا اینا نتیجه گیریش بهتر بود مورای خوبی داشت یعنی علی دایی استیلی مدوی کیا اینا همه بازیکنای با کلاسی بودن خیلی خوب بودن ما 98 ما میتونستیم بیشتر از هر زمان به دور دوم راه پیدا کنیم آره تمام فردا آیتم ویژمو در مورد جام جهانی 98 آقا فردوسی من میگم کلام یادم نرفته آقای مهاجرانی من میگم آخه این مملکت ما چرا امثال مهدوی کیا باید تو مملکت ما کار نکنند؟ آره هاشمیان چرا نباید؟ هاشمیان چرا باید کار نکنه؟ خب چرا باید؟ چه دلیلی آخه؟ اینا این همه تجربه، این همه اونجا بازی، کلاس مربیگی چرا نباید آقا مثلا یه دونه این تیمهای پایه رو بدن دست مثلا مهدوی کیا؟ امید چرا؟ برای اینکه تیمای پایه تیمی که مثلا کلا 100 میلیون فدراسیون برای مربیش در نظر میگیره خب معلومه مثلا مهدوی خب همین بعدش همینه برای همین ما رشد نمی‌کنیم توی زمین دیگه من تو واقعی نمی‌خواستم بگم آقا مهاجره گفت یادم افتاد که اینا چرا باید مثلا بیرون از مملکت کار بکنن مملکت ما خب الان این جوونا به این خوبی باید بیرون باشن امثال اینا پر آقا جواد نکونام تیموریان اینا همه باید بیان آقا توی مملکت ما الان خب جواد رفته توی نست دیگه خوب هم داره کار میکنه خوب هم داره کار میکنه خود علی کریمی ها الان تیم مثلا خب تیمایی که نگه داشت دیگه آقا تیمایی که طرفدار دارن آقا باید آقا مثلا یه تیم مثلا تو گیلان آقا یه استان گیلان نمیتونه یه تیم اداره کنه آقای فردوسی پور یعنی شهرداری شورا نماینده این همه کارخونه جا تو رشته نمیتونن آقا مثلا یه بودجه 20 میلیاردی واسه این تیم بذارن آقا چه دلیلی داره نمیرن دنبال این کار چرا بعد آقای فردوسی پور الان لیگ ما بیشتر تیماشو میخوام بیان مسافرت پول ندارن بیده تواپه ما بیرن خب چه دلیل نه اینکه فوتبال من که به حال بلازه اقتصادی اصلا چرخش بیماره یعنی به این زودی ها فکر میکنم درست شما میخواید دوشنبه به دوشنبه به اینو درست کنیم میشه هم چیزی؟ نه والا تنهایی ما نمیتونیم کار بکنم به درد تو بیاورده همه باید دست به دست هم بدن این فساد فوتبال های مملکت دور بشه همون پایه هایی که من برای شما گفتم آقای فردوسی بود وقتی آب ندارن بخورن آقا مهاجرانی مجبورن مربی بابا پول بگیرن یعنی مجبورشون میکنه که برن پول بگیرن تیم پول نداره بودجه نداره بعد بازیکنش هم مثلا فوتبالیست نمیشه آقای احمدی میری شکایت میکنه دقیقاً ما اصلا اهمیتی به فوتبال پایه نداریم اینجا یعنی مدرسه و آکادمی نداریم در صورتی که استعداد داریم حتی الان دیگه خوراک یعنی تابستون شروع شده و همه یه بنر میزنن و هر جا شما ببینید با حضور فلانی و فلانی قشنگ اردوها یعنی آماده هر گوشه بری مدرسه فوتبال اصلا مدرسه تو عادل هم هست اصلا همه چی هست نه با مدرسه فوتبال هم بوده شما هر کجا که اشاره میکنید مدرسه فوتبال بزنن من اعتقاد دارم که خیلی خوبه چون هر مدرسه و آکادمی هر جا بزنن این به سالمسازی جامعه کمک میکنه یعنی یه بچه نمیره تو خیابون بازی کنه با آدمای ناباب بازی کنه میاد اینجا فوتبال بازی میکنه درست یعنی باشه سالمسازی جامعه است آخه اصلا برنامه میذارم با حضور آقای فلانی ملی پوش اصلا نیست اون طرف اصلا ریاضتی که اینجا واسطه بله آره فرست چارت پایه تیم پرسپولیس
شما نگاه کن الان باید مثلا یه 500 میلیون واسه اینا بذارن. واسه ریاضتی که نه، واسه کل سیم. نه ریاضتی نه، واسه کل پایه ها. هنوز مربی ها نه قراردادشون معلومه، نه پولشون مشخصه، نه سر تمرین و تغذیه شون درسته. خب اگه ما اومدیم به سردار گفتیم، موقع ما هیئت مدیره بودم، سردار یه 500 میلیون بذار واسه این پایه ها، ما هر سال ما 4 تا بازیکن از امید و جوانان بیاریم بزرگا، نریم بازیکن بگیریم 2 میلیارد 3 میلیارد پول بدیم. گفت چش 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 این گوش گرفت اون گوشم در کلا که پرسپولیس اصلا کلا ممنوع فعالیت، یعنی پایه ها میتونن بازیکن بگیرن، امید و جوانان و نوجوانان حتی بازیکن جدید هم نمیتونن بگیرن، مثلا تابستون تستی و اینجور چیزا نمیتونن بازیکن جذب کنن، که اون که دیگه اصلا دیگه واویلا است داستانش. خیلی خب ما آخر کار بدون یه جمله بگم آقا فردوسی پور، من آخر کار این امشب وای کلا آخر کار کلیون نباشه، دارم که مردم خیر ما، مردم خوب ما، همینجوری که شما تو تلویزیون دنبال تلویزیون زندانی آزاد کنی هستی، این کار رو به غیر از ما رو بزنم ادامه بدم. حاج آقا انصاری ما خدا خیرش بده، هر زمانی ما رفتیم پیش ایشون هر مشکلی داشتیم برای ما حل کرده و یه پروژه داده تو منطقه 22 بازار بزرگ ایران مال. فقط آقای فردوسی بود افتخار آقای ماجرانی، افتخار ایران ماست. بله شما اگه بری رنگین دنیا اوله، اینو اگه شما بری ببینی اصلا تمام پاساژهای دبی قطر همه اینا آقا بشه این دیگه چی نیست و همش تو کار خیره. خب. ما میگم ها مردم ما فقط تو ماه رمضان نشه که دنبال زندانی آزاد کنیم، ما حتی اتفاقا تو فکرم تو کل سال شدیم کار ادامه داشته باش، ما هم کنار تیم هنرمند هم کنار تندیشتر، ما یه جایی بودیم پر هنرمند و ورزشگار ها و نتی که 4 تا زندانی باز دلم میگم قاتل بودن، البته بابا ببخشید مالی نبودن، 4 تا چیز بودن که الحمدلله پدر مادرشون هم اونجا بودن و آزاد شدن. امروز شما هم خدا پدر مادرتو بیاموزه که این کارها رو ادامه بدید، چون من عاشق این کارام. آن دوباره همه سواش مرد دوباره نه بابا نه مرزا تو دیده مرزا تو مردن چی بود آقا، مثلا توپه اصلا این چه خیال هم نمید اون سر زمینه که لداده بود بدبخت بیچاره حج، یعنی چرا بیچاره مردن چی رو زمانی راجت اومد مربی پرسپولیس شد، بعد فقط گیر میداد بسخر عدیبی، هر چی توپ خراب میکرد داد میزد با اصغر ادیبی، یه روز اصغر ادیبی رو نیمکت بغل خودش نشسته بود، یه توپ من خراب کردم داد میزد اصغر ادیبی. بچه ها این هم یاد گرفتیم، ما بهزاد خیلی دوست داشتیم ولی هر جا گیر میکردیم این داختیم گردن بهزاد دیگه. چرا بددخت؟ نه دوستش داشتیم دیگه. دارم از این استدلال که خیلی رو دوست دارن، هم مشکل هست اونجا. شما چه جوری همین مشتاق محرمی کمالات که من خیلی دوستش دارم، سر کسی جمع. که خالی نمیکشه، یه نفر که سوژه نبود تو تیم مثلا، نه نه علی قو نبود اونجوری سوژه یه نفر تو تیم باشه که هر اتفاقی تو آقا چرا اصلا اتفاق افتاد. یه موقعی نوری خدایاری خدا بیامرز بود، خدا بیامرز شما، خدا رحمتش کنه. آره فقط دامنم دریپ میداد، لازمرانم دریپ میداد، یعنی هیچ کس نمیدونه توپ از این بگیره. هشام خواهم من را 78 تیم 70 رو سه چهار بیشتر فرسن. خیلی تیم دوست داشتنی بود. الان مثلا نگاه میکنم صاحب قاسم پور وسط، نه علی پروین، محمد صادقی، بعد دفاع خوب کازرانی، عبداللهی، اسکندریان، نظری، قاسم پور. تمام آندرانیک دارم می‌خواستم یه بار باش ارتباط بگیریم، آمریکاستی که فکر کنم اسکات باشه، یه بار باید بگه با تو 90 باش می‌گیریم با آندرانیک اسکندریان که خیلی خوب ولی تو اون جام بعد شانس هم جانی اصلا فرق کرد بازیمون. آره من باور کنید تو همین تورنمنت رئال مادرید خیلی خیلی اصلا امیدوار بودم به تیم، بعد اومدیم پاریس سن ژرمن بازیم، بعد در تولوز با تیم ملی فرانسه بازی کردیم، نتایج خیلی خوبی گرفته بودیم. نشمت خواهم مونترال هم خیلی خوب بودیم جان، توی مونترال اولمپیک مونترال، مونترال که بهترین زمان فوتبالمون بود، خیلی خوب بودیم. من مونترال باید مدال میگرفتم آقا، یعنی فرانسه 5-4 تو بازی ترکودی برده بودم، باید میدم 2-1 به شوروی باختم، مینایوف دو اختاره بود، زورمون نمیرسید به فدراسیون فوتبال جهانی که بگیم خدا رحمت کنه حسین صدریانی، اعتراض کردیم آقا دو اختاره است، مینایوف بازی نمیتونه بکنه و بازی کرد مقابل ما، اعتراض ما هم به جایی نرسید، تازه 5 دقیقه آخر یه توپ افتاد میشه غلامحسین مظلومی و قلیشخانی، این به اون نگاه کرده اون به اون نگاه کرده زدن،
بهترین مهره این نسل اون کیه؟ بهترین تیم داشتیم در لهستان. الان بهترین مهره این نسل رو کی میدونید آقای پروین؟ علی آقا. الان تیم که جام جهانی بهترین مهره که داریم ازتون کی میتونه باشه؟ حالا شما جام بخش رو درمش صحبت کردیم. همه‌شون خوبن آقا به نظر. یه نفر دیگه الان. یه نفر که نمیشه آقا ولی خیلی خوبن. شما دو نفر. خیلی خوبن آقا. همه‌شون خوبن آقا. آزمو خیلی خوبه، تارومی خیلی خوبه که مصدوم شده مثل اینکه آره، ولی مهارسن هم گفتش که بالا امروز تمرین کرده. عزت اللهی خیلی خوبه، همه خوبن آقا. سعید تو هم نیست بازی اول متاسفانه شد با بعد آقای احمدی به نظر من دست به دست هم بدن به جای 90 دقیقه 130 دقیقه بود. ان شاء الله که تو خوب شد. ما فقط می‌خوایم بریم یه بار دیگه سوال پیام کوتاه ببینیم و جمع‌بندی بکنیم و دیگه خدافظی کنیم دیگه. بخش یه سوال پیام کوتاه ببینید، میگم آمار رو می‌بینیم و دیگه خدافظی می‌کنیم. قرار دارید تیم ملی تو جام جهانی چند امتیاز کسب کنه؟ 1 امتیاز، 2 امتیاز، 3 امتیاز، 4 امتیاز، 5 امتیاز یا بیشتر، 6 0 امتیاز. عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 2302018 ارسال کنید. بله، 112 دقیقه است دیگه، 2-3 دقیقه پایانی برنامه است و آمارم بچه‌ها آماده می‌کنم بچه‌ها خود دلیل تر کنه. آره اصلا شما رو اصلا دوست داریم برای تماشا بشه. خدا اصلا اینقدر این حشمت خود چرا میمونیم تو فردا شب اینجا میمونی جدی؟ یه میلیون چقدر جدی؟ این زمانی اگه جواب ما بده ما میمونیم. آقا زمانی هر چقدر بخواد اصلا آقا زمانی اینجا هست، اتفاقا خودش انواع اقسام آپشن‌ها رو برای شما در نظر میگیره که تشریف داشته باشید. آقا خیلی جدی میگم، من خیلی برام باعث افتخار بود، باعث خوشحالی، باعث افتخار بنده بودم. این فکر کنم حسن مطلع خیلی خوبی بود واسه برنامه، با دو تا چهره دوست داشتنی، اشرف مهاجرانی عزیز، آقا با شخصیت، خوش صحبت، مردم خوبمون، بعد واقعا تشکر کنیم که همیشه یار و یاور تیم ملی مان. و من که واقعا مدیون این مردمم که هر جا میرم محبت و انقدر دوست داشتنی ان که هر جا میرم عکس و هر چی که شما بگی من خدا و زن مثلا پیر زن بگیر تا جوون و بچه و همه سال و خود خود من چیکار کنم؟ آقا من چیکار کنم؟ نمیداره آقای همه خود رو شدیم من چیکار کردم؟ خود رو شدیم مردم خوبی داریم خلاص. بله الان آش خانم بیدار که نیست، بیدار آش خانم، آش خانم تو صبح قرآن بخونه، تو شیشه بعد از زود، تو شیشه صبح با حواسش به شما باشید به حال. اما تو نرزه لحظه بلاده آیا یه قبل که نگذشته بود نه آقا خیلی جدی خیلی ممنون آقای پروین، خیلی لذت بردیم، مردم کیف کردن که امشب کنار شما و آقای مهاجرانی برنامه شروع شد. آقای احمدی ما به خاطر این نیومدیم 90، آقای فردوسی پور مثلا یه فوتبالیست معروف رو میورد 500 آقای مهاجرانی اونجا میشوندش، بعد یه رو بهش میورد وانتن، بعد 10 دقیقه باهاش صحبت میگم و گفت وقت نداریم آقا بریم خدا حافظ. حالا میخوای این کارو با ما بکنی؟ من نمیام. الان راضی بودی امشب خداییش تایم و زمان و در کنار آقای مهاجری و مردم خوب و شما و آقای احمدی و این همه ماشاءالله آقای زمانی و آقای زمانی که یکی اون دوستای خوب ما هست، ان شاء الله که موفق بشی، تیم ملی ما نتیجه خوب بگیره، اونو که در خور مردم ها نتیجه بگیرن. حالا به نظر من آقای فردوسی پور اگرم قراره ببازیم خوب بازی کنیم، خوب بازی کنیم مثل آرژانتین که همه کیف کرده از اون بازی، یعنی بگم مغلوب برتری تیم حریف شدن، یعنی اصولا در فوتبال خوب بازی کنیم ببازیم. موفقیت های اجتماعی مثل خورشید در زندگی آدم میدرخشه. ما یک درد فوتبال داریم که بعضی مواقع عدم خودباوری داریم، یعنی من اگر بخوام شما رو شکست بدم اول باید به خودم غلبه کنم که بتونم شما رو شکست بدم تا بتونم خصوصیات خودم رو نشون بدم. روح بزرگ شدن، روح انگیزه بردن رو از جایی نمیشه تهیه کرد، به حساب بانکی هم نمیشه واریز کرد، باید تو خون و رگ و پی انسان باشه. خیلی من جدی کیف کردم از مصاحبت با علی آقای پروین، هشبت خان مهاجری که اصلا فوق العاده، آرزو احمدی عزیز، 1,254,000 نفر شرکت کردن.
که بیشترشون گفتم با 4 امتیاز میگیرد بازی جام جهانی، همه امیدوار هستن با 4 امتیاز، من فکر کنم حتی میتونیم راحت صعود کنیم، 4 امتیاز کافی میتونه باشه، ولی صعود لازم نیست ولی میتونه کافی باشه. ارادتمند آقای خیلی متشکرم، ما ان شاءالله که سه شنبه حدود ساعت 23 هستیم همراه شما، شبتون بخیر، بیسیجیا سر حال قبراق همه ما باشه. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقا، خیلی متشکرم، متشکرم از اتفاق همه همکارانم، از شما خدافظی می‌کنم، ان شاءالله بتونیم فردا شب در خدمت باشیم. خیلی شده برای چند بیست سال آقا دیدم، خیلی خوشحالم، ما واسه افتخار واسه متشکرم، شبتون بخیر.